با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از طریق یوتیوب و رادیو و تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال می‌کنند. جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی را در تاریخ 9 یولی سال 2022 و در ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی آغاز می‌کند. من در ابتدا سخنرانان و موضوع سخنرانیشون رو خدمت شما بزرگواران عرض میکنم. سرکار خانم زهرا رهایی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در خرداد ماه سال 1401، سرکار خانم لیلا ابوطالبی با بررسی کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ماده 2 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای صادق فروخی قصر عاصمی با موضوع شکنجه و مرگ خاموش در ایران، جناب آقای مصطفی حاج قادر مرحومی با موضوع رکورد شکنی اعدام در خرداد ماه سال 1401 و جناب آقای نریمان حسینی نژاد با موضوع جنبش مردم آبادان. در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم با موضوع بردهداری ممنوع. دوستان و همراهان عزیز هم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه و نظراتشون رو بیان بکنن. من در ابتدا از خانم زهرا رهایی دعوت میکنم تا گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در خرداد ماه 1401 رو به اطلاع شما برسونم. سرکار خانم رهایی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه همکاران عزیز. من با گزارش نقض خرداد ما در خدمت شما هستم. خالد سیف پناهی، شهروند اهل سنندج، توسط دادگاه انقلاب این شهر به 91 روز حبس تعلیقی محکوم شد. حکم وی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام تبلیغ به نفع سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران صادر شد. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 9 عدم توقیف، حبس و یا تبعید غیرقانونی، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی را نقض می‌کند. آرش قلعه گلاب، شاعر و روزنامه‌نگار، در مقابل ساختمان متروپول آبادان در جریان سوگواری برای جان باختگان حادثه توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت شد و لازم به ذکر است که او از بیماری‌های زمینه‌ای آسم و دیابت رنج می‌برد و این امر موجب افزایش نگرانی خانواده او شده است. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی را نقض می‌کند. اسکندر لطفی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان که در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج نگهداری می شود و در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی بیشتر از مهلت 30 روزه بازداشت و تحت فشار قرار گرفتن توسط بازجویان برای اعتراف اجباری دست به اعتصاب قضا زد. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی و ماده 23 حق امنیت کار را نقض می کند. شماری از فعالان صنفی معلمان در اعتراض به بازداشت و زندانی کردن معلمان و پرونده سازی علیه آنان و در همراهی با اعتصاب قضایی اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران دست به اعتصاب قضا زدند. این فعالان صنفی معلمان در منزل دست به اعتصاب قضایی تر زدند و اعلام کردند که تا تعیین تکلیف شدن وضعیت اسکندر لطفی به اعتصاب قضایی خود ادامه خواهند داد. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی را نقض می کند. عثمان اسماعیلی، فعال کارگری اهل سقز، طی ابلاغیه‌ای که به اتهام تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب سقز احضار شد. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 23 حق امنیت کار را نقض می‌کند.
دادگاه کیفری حجت عصمت‌زاده فعال مدنی ساکن شهر نقده را به اتهام اخلال در نظم عمومی و همچنین به اتهام نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه‌ای مجموعاً به تحمل 2 سال و 6 ماه حبس تعزیری و 50 ضرب شلاق محکوم کرد. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 22 حق امنیت اجتماعی را نقض می‌کند. ماموران امنیتی در شهر آمل از توابع استان مازندران سیاوش امامی شاعر و فعال مدنی را بازداشت کردند. هنوز از مصادیق اتهامات وارده به این شاعر و فعال مدنی اطلاعی در دست نیست. همچنین لازم به ذکر است که ماموران با مراجعه به محل کار سیاوش امامی پس از تفتیش محل کار این فعال مدنی و ضبط برخی وسایل شخصی او از قبیل گوشی تلفن همراه او را بازداشت کردند و پیگیری خانواده و نزدیکان سیاوش برای اطلاع از مکان نگهداری او بی نتیجه مانده است. گفتنی است که در سال قبل هم این فعال مدنی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و دستگیر شده بود. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 22 حق امنیت اجتماعی و ماده 23 حق امنیت کار را نقض می کند. یک شهروند اهل کامیاران و ساکن سنندج با هویت خالد قربانی 26 ساله بدون ارائه هر گونه برگه قضایی توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در سنندج منتقل شد. اطلاعات دقیقی از دلایل بازداشت و اتهامات مطروح علیه خالد قربانی و همچنین سرنوشت و محل نگهداریش در دسترس نیست. متاسفانه سالیان شهروندان کرد زبان بسیاری بدون دلایل محکم محکوم و بازداشت می شوند. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 22 حق امنیت اجتماعی را نقض می کند. اداره اطلاعات سنندج به خانواده مجید کریمی و فعال صنفی معلمان و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان سنندج اعلام کرد که در صورت عدم همکاری آقای کریمی او را آزاد نخواهند کرد. همچنین اداره اطلاعات سنندج به خانواده کریمی گفته است اگر هر آنچه که آنها میگویند و مجید کریمی اعتراف نکند او همچنان در بازداشت این نهاد امنیتی خواهد ماند. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 23 حق امنیت کار را نقض می‌کند. آرش صادقی زندانی سیاسی سابق در توییتی از انتقال دستگاهی به نام گیوتین برای قطع دست به یکی از اتاق‌های بهداری اوین خبر داد و نوشت از یک ماه پیش دستگاه گیوتین برای قطع دست به یکی از اتاق‌های بهداری زندان اوین منتقل شده است و در روز 10 خرداد ماه 4 انگشت یک زندانی متهم به سرقت اجرا شد و دست کم 3 زندانی دیگر نیز برای اجرای حکم قطع دست از زندان ارومیه به تهران منتقل شدند. ادامه اجرای حکم قطع دست در حالی است که ایران به عنوان عضو سازمان ملل پیمان نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است که بر اساس ماده 7 آن هیچ کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 5 شکنجه ممنوع و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا را نقض می‌کند. ناظم بریهی زندانی سیاسی در 17 سال حبس خود در زندان شیبان اهواز دست به اعتصاب قضا زد. گفتنی است که آقای بریهی در زمان بازداشت هنوز به سن 18 سالگی نرسیده بود و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، محاربه با خدا و افساد فلارض از سوی شعبه 1 دادگاه انقلاب اهواز به حبس ابد محکوم شده است. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 1 همه آزاد و برابر به دنیا آمدند، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 9 عدم توقیف، حبس و یا تبعید غیرقانونی را نقض می کند. فاتحه مجیدی فعال مدنی و کارگری کرد اهل بانه که در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد در اعتراض به ادامه بازداشت خود و عدم دسترسی به خدمات درمانی وارد 4 هفته از اعتصاب قضای خود شد. او معلم اخراجی و فعال مدنی و سیاسی است که 64 سال سن دارد. در گذشته هم سابقه بازداشت، حبس و احضارهای مکرر داشته است.
او بعد از انقلاب و از سال 1358 به مدت 8 سال به اتهام هواداری از سازمان کومله زندانی بود. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان را نقض می‌کند. شعب دادگاه انقلاب و کیفری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران دست کم 16 فعال سیاسی و مدنی کرد را محاکمه و به جمعاً به 27 سال و 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری و 7 سال حبس تعلیقی محکوم کردند. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی را نقض می کند. پروین عبدالله پنا از فعالین سرشناس حوزه زنان که توسط نیروهای اداری اطلاعات بانه بازداشت شده بود، کماکان در بند قرنطینه کانون اصلاح و تربیت سنندج نگهداری می شود و روزها تا ساعت 2 بعد از ظهر به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل و مورد بازجویی قرار می گیرد. او از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با اعضای خانواده خود محروم بوده و نهادهای امنیتی وی را به همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزیسیون حکومت متهم کردند. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 9 عدم توقیف، حبس و یا تبعید غیرقانونی، ماده 22 حق امنیت اجتماعی را نقض می‌کند. تداوم بازداشت و بلا تکلیفی پیمان سکوتی، فعال مدنی در وضعیتی نامعلوم در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در رشت به سر می‌برد. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی را نقض می‌کند. روناک رضایی شهروند ساکن آبادان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان سپیدار اهواز منتقل شد. گفته می‌شود که بازداشت خانم رضایی پس از برگزاری تجمعات اعتراضی در این شهر در پی فرو ریختن برج متروپول صورت گرفته است. تا کنون از اتهامات مطروح علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده 19 حق آزادی بیان را نقض می‌کند. انفجار یک بمب کارگزاری شده در اتومبیل یک فعال سیاسی کرد با هویت اکبر سنجابی 49 ساله و اهل سرپل ذهاب در شهر اربیل منجر به جراحات سنگین وی شد. طی سالهای گذشته بارها فعالین سیاسی کرد در شهرهای سلیمانیه و اربیل اقلیم کردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد سوء قصد قرار گرفته شده و دست کم 7 فعال سیاسی در نتیجه این حملات کشته شدند. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی را نقض می‌کند. ریبوار محمودی 29 ساله و از فعالین مدنی و زیست محیطی مریوان توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 9 عدم توقیف، حبس و یا تبعید غیرقانونی و ماده 19 حق آزادی بیان را نقض می‌کند. امین و آرمان انصاری فر، پدر و برادر فرزاد انصاری فر، جانباخته اعتراضات آبان ماه 98 طی ابلاغیه جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای بهبهان احضار شدند. این شهروندان پیشتر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب بندر ماهشهر هر کدام به 3 ماه حبس و 5 سال محرومیت خروج از کشور محکوم شدند. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 2 عدم تبعیض، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 22 حق امنیت اجتماعی را نقض می‌کند. وحید افکاری زندانی سیاسی کماکان در زندان عادل آباد شیراز در بند عبرت که از آن به عنوان بند دربسته نیز یاد می شود نگهداری می شود. با وجود پیگیری ها و درخواست های مکرر آقای افکاری و خانواده وی، با کارشکنی مسئولان و علارغم وعده دادستان از انتقال این زندانی به بند سیاسی جلوگیری شده است. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 1 همه آزاد و برابر به دنیا آمده اند، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 3 حق حیات برای همه و ماده 19 حق آزادی بیان را نقض می کند.
متاسفانه گزارشات نقض خیلی زیاده. حالا من اگه بخوام همش رو عنوان کنم، از فکر کنم حوصله جمع خارجه و متاسفانه هرچی هم بخونیم تموم نمیشه. من ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادین، به امید روزی که ایران خالی از این گزارشات نقض بشه. من مایک رو رها میکنم. سپاسگزارم خانم رهایی. بله، واقعا به امید اون روز که واقعا هیچ اخبار نقضی دیگه واقعا ما نشنویم و نبینیم توی اخبار. بله، همونطورم که فرمودید، خب این خلاصه در واقع از گزارش نقضی بود که توی خرداد ماه اتفاق افتاده بود. از دوستان همکاران عزیز، اگر در رابطه با گزارش ارائه شده نقطه نظر یا دیدگاهی دارید یا موردی میخواید اضافه بکنید، خیلی خوشحال میشیم که شنوا باشیم. ممنونم، سپاسگزارم از شما. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما سرکار خانم لیلا ابوطالبی با بررسی کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ماده 2 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سرکار خانم ابوطالبی، بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با سلام و عرض ادب و احترام به همه حاضرین در این جلسه، نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افراد انسانی و کلیه قانون عضو ملل متحد شدند که منفردن و مشترکن با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدفهای ملل متحد، یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان و مذهب اقدام می‌کند. نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که کلیه افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد میشن و باید بتونن از کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در اون اعلامیه بدون تمایز به خصوص از حیثیت نژاد و رنگ و یا ملیت برخوردار بشن. و نظر به این که کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و هم دارن علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار بشن. نظر به این که ملل متحد استعمار و کلیه روش‌های تفکیک و تبعیضی رو که به همراه داره به هر شکل و در هر محلی که موجود باشه محکوم می‌کنه و اعلامیه مورخ 14 دسامبر 1960 راجع به اعطای استقلال به کشورها و ملل مستعمره، اهنامه 1914 دوره 15 مجمع عمومی لزوم ختم سری و بی‌قید و شرط استعمار را تایید و رسما اعلام کرد. نظر به اینکه اعلامیه مورخ 20 نوامبر 1963 ملل متحد راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی رسما لزوم و رفع سری کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی رو توی سراسر گیتی و همچنین لزوم تأمین تفاهم و احترام به حیثیت شخص انسانی رو مورد تایید قرار داده، با اطمینان به این که فرضیه سیادت و توافق مبتنی بر اختلاف بین نژادها عملا مردود و اخلاقا محکوم هستش و از نظر اجتماعی غیر عادل. خواهی میکنم یک لحظه. سرکار خانم ابوطالبی، مایکتون هم بسته شد. من مایک رو یک بار دیگه برای شما باز میکنم که بتونید سخنرانیتون رو ادامه بدید. مرسی از لطفتون. به تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرط زیر موافقت نمودم. راجع به رفع هر گونه تبعیض نژادی رسما لزوم رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی رو تو سراسر گیتی و همچنین لزوم تأمین تفاهم و احترام به حیثیت شخصی انسانی رو مورد تایید قرار دادم، با اطمینان به این که فرضیه سیادت و توافق مبتنی بر اختلاف بین نژادها عملا مردود و اخلاقا محکوم و از نظر اجتماعی غیر عادلانه و خطرناک بوده
و تبعیض نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نیست. با تایید مجدد این تبعیض بین افراد بشر به جهاد مبتنی بر نژاد و رنگ و یاریشه قومی سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت آمیز در میان ملل بوده و امکان داره صلح و امنیت بین الملل و همچنین همزیستی هم آهنگ اشخاص رو در داخل یک دولت مختل کنه. با اطمینان به این که وجود موانع نژادی با آرمان‌های جامعه بشری قابل جمع نیست، با احساس خطر از مظاهر تبعیض نژادی که هنوز در برخی از نواحی جهان مشهود است، و نیز از سیاست‌های حکومتی مبتنی بر برتری یا تنفر نژادی از قبیل آپارتاید و تفکیک وجدانی مصمم به اتخاذ کلیه تدابیر لازم و برای انحای سریع کلیه اشکال و تمامی مظاهر تبعیض نژادی و مصمم به پیشگیری و مبارزه با فردی‌ها و رویه‌های نژادی به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها بر مبنای یک جامعه بین‌المللی که از قید کلیه اشکال تبعیض و تفکیک نژادی آزاد باشند. با تذکر مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال 1958 و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیت ملل متحد توی سال 1960 به تصویب رسید. با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع به رفع کلیات انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت کردند. ماده 2.1 این قرارداد فوق متشمل بر یک مقدمه و 25 ماده منظم به قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و بنده امروز ماده 2 رو برای شما صحبت می‌کنم. تبعیض نژادی رو محکوم می‌کنم و متعهد می‌شم که با توسل به کلیه وسایل مقتضی و بدون درنگ سیاسی رو دنبال کنم که هدف اون از بین بردن هر نوع تبعیض نژادی و تسهیل توافق و تفاهم در بین کلیه نژادها باشه و برای نیل به این مقصود الف هر یک از دول عاقد متحد میشن که به هیچ نوع اقدام و یا رفتار تبعیض نژادی علیه اشخاص و گروه‌های افراد و یا مؤسسات مدادرت نوزد و تربیتی فراهم آورد که کلیه مقامات و مؤسسات دولتی ائم از مملکتی یا محلی این تعهد را رعایت کنند. به هر یک از دول عاقد متعهد میشن که هیچ روش تبعیض نژادی رو که از طرف فرد به یه سازمان اتخاذ میشه مورد تشویق و دفاع یا تایید قرار ندن. جیم هر یک از دول عاقد موظف هستند که تدابیر مؤثری اتخاذ کنند که سیاست‌های مملکتی و محلی تجدید نظر و مقرراتی رو که موجب ایجاد و یا تصویب و استمرار تبعیضات نژادی گردد رو که هر کجا که باشه اصلاح یا ابطا و یا فسخ کنند. دال هر یک از دول عاقد مکلف هستند که به کلیه وسایل مقتضی و منجمله در صورت افتضاح از طریق تدابیر تقنینی اعمال هر نوع تبعیض نژادی رو از ناحیه افراد، دسته ها یا سازمان ها ممنوع کنند و بدان پایان بدن. هر یک از این دول عاقد متعهد هستند اندولوزوم تشکیلات و نهضت های طرفدار یگانگی نژادها و سایر وسایل از میان بردن موانع بین نژادها رو مورد تشویق قرار دادن و موجبات عدم تعقیب هر عملی رو که باعث تقویت تفرقه نژادی میشه رو فراهم کنن. دول عاقد در صورت اقتصاد در زمینه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیره تدابیر خاص و معین رو برای تامین رشد و توسعه مسئول رو برای برخی از گروه‌های نژادی یا افراد وابسته به اونها و حمایت این گروه‌ها و افراد اتخاذ می‌کنه. این تدابیر بدین منظور اتخاذ شده که استیفای کامل حقوق بشری و آزادی‌های اساسی توی شرایط متساوی برای ایشان تضمین بشه، ولی نباید پس از نیل هدف موجود و منشأ حفظ حقوق و غیر متساوی و متمایز برای گروه‌های نژادی اتفاق بیفته. این قرارداد حاضر که متون انگلیسی و چینی و اسپانیایی و فرانسه و روسی اون دارای اعتبار یکسانی هستش و توی بایگانی‌های سازمان ملل متحد ضبط میشه. دبیرکل ملل متحد نسخه‌های مسبوق این قرارداد رو برای کلیه دولی که
به یکی از طبقات مذکوره یعنی در بند یک ماده 17 تعلق داشته باشه ارسال میکنه. اما در قانون اساسی ما خیلی از قوانین اومده به نفع مردممون نوشته شده، اما در اصل 3 بند 7 نوشته شده تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. این قانون تعریف نشده، این بر اساس گفته های خودشونه و این دست قانونگذار میاد باز میذاره تا همه موارد رو به نفع خودشون تعریف بدن. یا بند 8، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش. اما ما داریم میدونیم بلوچ‌ها، ترک‌ها، کردها نمیتونن تو منصب‌های دولتی دارای مقام و منصبتی باشن. و یا در بند 9، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. ما می‌بینیم که شهرهای مرزی ایران امکانات در حد پایینه و تنها امکانات رفاهی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی توی مراکز کشورمون که همون پایتخته پخش شده و این هم باعث شده که مهاجرت‌های زیادی به سمت تهران میشه. و در عصر 19 مردم ایران از هر قوم و قبیله هم که باشن از حقوق مساوی برخوردارن و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. این هم کاملا مشخصه. ما هر روزه تبعیض بین بلوچ‌ها و ترک‌ها رو داریم به صورت مستمر می‌بینیم. و در اصل 26، احزاب جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادن، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌تونیم از شرکت در اون منع یا به شرکت در یکی از اونها مجبورشون کنیم. ما احزاب بسیار متفاوتی توی ایران داریم، از جمله حزب دموکرات کردستان، حزب کموله و غیره کردستان، و طبق اصل 26 این احزاب آزاد هستن. اما ما هر روزه توی خبرهای مختلف می‌بینیم که افرادی که جزء احزاب مختلف قرار دارن مدام به جرم عضویت توی این احزاب محکوم میشن و یا تبعید میشن. اصل 33، هیچ کس نمیتوان از محل اقامت خودش تبعیدش کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهش ممنوعش کنه یا به اقامتی توی محلی مجبورش کنه مگر در مواردی که قانون مقرر میدونه و عضوهایی که حزب دموکرات هستن رو تبعید میکنه و خودش قانون خودش رو نقض میکنه. به طور مثال دو نمونه بارز و جدیدترین اخبار براتون میگم. آقای محمد مرادی، زندانی سیاسی اهل روستای قمرحسین، از توابع شهرستان پیرانشهر به شهر قیدار از توابع استان زنجان تبدیل شده و یکی دیگه آقای سید محمد حسینی، زندانی سیاسی خود به شهر حریز در استان آذربایجان شرقی تبدیل شده. و در اصل 43 بند 2، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگه که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی بشه و نه دولت رو به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلقش در بیاره. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت بگیرد. در اینجا سخنرانی بنده تموم شد و ممنون از تمامی حاضرین که این جلسه که به سخنرانی بنده گوش دادند. مایک رو آپدیت می‌کنم. ممنونم، سپاسگزارم خانم ابوطالبی، بسیار عالی و خوب بود. دوستان و همکاران گرامی، اگر در رابطه با کنوانسیون ارائه شده نقطه نظر دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشید. بله جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. خیلی ممنون از خانم ابوطالبی، گزارششون بسیار جامع و کامل بود. به مواردی اشاره کردن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مندرج شده و همچنین در کنوانسیون حقوق بشر که در جمهوری اسلامی در کشور ایران در واقع زیر نظر جمهوری اسلامی کاملا نقض میشه. همونطور که میدونیم کشور ایران هزاران سال از قوم‌های مختلف تشکیل شده کنار هم، همیشه با
احترام و با دوستی در کنار هم زندگی کردن. ولی جمهوری اسلامی هرگز، البته دولت‌های دیگه هم همین بوده، ولی از روی کار آمده جمهوری اسلامی خیلی بدتر شده، هرگز نخواسته که مردم ایران، یعنی اقوام مختلف ساکن در ایران، با هم دوست باشن. همیشه اینا رو به جون هم انداخته، همیشه خواسته تفرقه بینشون بندازه. موارد نقص که بسیاره، بسیار اصلا نمیشه عنوان. که من اواخر که ایران بودم به خاطر شغلم، خب خیلی شهرهای مختلف سفر میکردم، هرمزگان رفتم یا کردستان یا قسمت شمالی خراسان، اصلا واقعا نمیشه ندید این چیزا رو. یا بلوچستان که امروز داریم میبینیم، هر روز کودکان متاسفانه تو بلوچستان دچار سانه و حادثه میشن، غرق میشن تو دکا. نقض این موارد به نظر من سازمان یافته است از طرف جمهوری اسلامی. و اینکه نمیدونم، خیلی حرف واقعا دارم برای گفتم، ولی نمیدونم الان از کجا شروع کنم. مثلا برای یک نمونه من میخوام بگم که یک موردی رو خانم ابوطالبی هم عنوان کردن که همه ساکنین ایران میتونن در شغلهایی که میخوان به کار گمارده بشن، ولی این بر اساس قانون جمهوری اسلامی خودش رو نقض کرده. چرا؟ چون حالا یادم نیست دقیقا اصل 18 قانون اساسی یا اصل چندمه که کسی که میخواد رئیس جمهور بشه یا مناسبی که مناسب بالای دولتی رو داشته باشه، حتما باید التزام به اسلام و شیعه اثنی‌عشری داشته. یعنی این شخصی که سنی مذهب هست نمیتونه، اون شخصی که ارمنی هست نمیتونه و غیره. این اولی موضوع. موضوع دوم این است که من میگم با توجه به اینکه شهرهای مختلف رفتم، این موضوع رو خیلی به عینه دیدم که فرض کنید توی شهرهای کردستان که اکثرا سنی مذهب هستن یا شهرهای مزگان به همین ترتیب، جمهوری اسلامی رو از المان‌های بسیار زیادی استفاده میکنه در جهت تحقیر این افراد. یعنی این افراد رو میخواد شهروند درجه دو نشون بده، کسانی که شیعه هستن و به مناسک شیعه روی میارن شهروند درجه یک محسوب میشن. شما حساب کنید توی خیابون‌های مثلا سنندج یا مریوان که سنی مذهب هستن، اسم خیابونشون به این شکله: خیابان امام صادق، خیابان نمیدونم فلان. یا در هرمزگان تابلوهای بسیار بزرگی نصب میکنن درباره موضوعات شیعه گری. ببینید اینا همشون نقضه که اقوام مختلف ساکن داخل ایران رو دارن تحقیر میکنن. به نظر من اینا همش سازمان یافته است و باید به نوعی باهاش مبارزه کرد. یعنی اتحاد رو بین اقوام ایرانی به وجود آورد دوباره، همچنان که متحد هستن همچنان، ولی خب سعی کنیم توی دام جمهوری اسلامی نیفتیم. خیلی ممنون که مایک رو در اختیار من گذاشتین و مایک رو آزاد میکنم. ممنونم آقای شایگان، کاملا درست میفرمایید. بحث اتحاد بحثیه که متاسفانه شاید حالا به نظر من خیلی کمرنگ الان توی جامعهمون، و در واقع همون چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد. یعنی هدفش هم در واقع همینه که اصلا اتحادی وجود نداشته باشه بین اقوام و بین پیروان ادیان. حالا اون اصل 12 خب توش بهش پرداخته که دین اصلی ایران اسلامه و ادیان دیگر رو به اسم، در واقع اسمن به رسمیت میشناسه، مثل زرتشتی یا یهودی، ولی خب میبینیم که هم اونا رو هم داره نقض میکنه. یعنی واقعا هیچ کدومشون به رسمیت شناخته نمیشه. یعنی شما هیچ سنی، هیچ مسیحی، هیچ یهودی رو نمیتونید پیدا کنید که مسئول یه قسمتی یا یک ارگانی یا یه جایی یه سمت دولتی داشته باشه. یعنی در واقع اینجا داره این نقض اتفاق میفته و این چیزی که به نظر من جمهوری اسلامی سالاست که داره انجام میده. به نظر من هم تا حالا تو کارش موفق بوده و این تفرقه رو تونسته ایجاد بکنه، چون واقعا خیلی از اقوام ما و حتی بیشتر اقوام البته یه جورایی دیدشون نسبت به همدیگه یه جورایی منفیه. الان یک ذره بهتر شده نسبت به قبل. قبل خیلی بدتر بود به نظر من،
که فلان قوم رو قبول نداشت یا اینکه خیلی با هم مراوده نداشتن. ولی الان یک ذره کمتر شده این مسئله، میبینیم که اقوام بیشتر با هم دوستن، بیشتر با هم ارتباط دارن و روابط خیلی بهتری دارن. سپاسگزارم از شما، از دوستان و همکاران گرامی. اگر در رابطه با این موضوع نقطه نظر دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. ممنونم از شما. از سخنران بعدی رو دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای صادق فرخی قصر عاصمی با موضوع شکنجه و مرگ خاموش در ایران. جناب آقای فرخی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز و همه همکاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. شکنجه و مرگ خاموش در ایران. ابتدا نگاه به بیلان آمار اعدام در ایران در سال 2021. بر اساس گزارش حقوق بشر ایران در سال 2021 366 زندانی در ایران اعدام شدند. این رقم نسبت به سال 2020 که آمار اعدام دست کم 255 نفر می باشد بیش از 100 نفر افزایش داشته است. البته باید توجه داشت که این آمار با توجه به پنهانکاری های حکومتی نمیتوان آمار دقیق از اعدام در زندان های ایران باشد و آمار حقیقی بسا بیشتر از آمار به دست آمده است. آمار یک مجازات ضد انسانی است. اعدام یک مجازات ضد انسانی است که به هر بهانه و تحت هر پوشه و توجیه یک جنایت محسوب می شود. این جنایتی است که رژیم حاکم بر ایران در پرده قانون همواره آن را در بیش از 40 سال حاکمیت خود انجام داده است و انجام می دهد. ایران دارای بالاترین نرخ سرانه اعدام نسبت به جمعیت در جهان می باشد. آمار ماهیانه اعدام در ایران در سال 2021 ژانویه 31 اعدام، فوریه 37 اعدام، مارس 17 اعدام، آوریل 26 اعدام، می 22 اعدام، ژوئن 11 اعدام، ژوئیه 53 اعدام، اوت 27 اعدام، سپتامبر 43 اعدام، اکتبر 27 اعدام، نوامبر 29 اعدام، دسامبر 42 اعدام. از میان اعدام شدگان 9 مورد اعدام زندانیان سیاسی می باشد. 182 اعدام اتهام به قتل، 131 اعدام با اتهامات مربوط به مواد مخدر. دست کم 4 کودک مجرم اعدام شده است. باید تأکید کرد که بر اساس ماده 6 بند 5 میثاق بین المللی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از 18 سال صادر نمی شود. ایران یکی از امضا کنندگان این میثاق می باشد. حداقل 16 زن در میان اعدام شدگان می باشند. سایر اعدام ها نیز با جرائمی از قبیل لواط و عنف و موارد دیگر صورت گرفته و از جرائم و هویت بسیاری از زندانیان اعدام شده اطلاعی در دست نیست. مروری بر زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 2021. زندانی سیاسی جاوید دهقان خلد روز 11 بهمن 1399 در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. این زندانی سیاسی در زمان اعدام 5 سال بود که در زندان به سر می برد. وی در اردیبهشت 1396 از بابت اتهام محاربه توسط شعبه یک دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شد. این زندانی سیاسی متهم به عضویت در یک گروه مخالف نظام و همینطور مشارکت در یک حمله مسلحانه که به مرگ دو مأمور سپاه پاسداران منجر شده بود است. اتهامی که بر اساس اعترافات اجباری در زیر شکنجه از او گرفته شده و خودش آن را رد کرده است. سرگاه روز 9 بهمن 1399 حکم اعدام علی مطیری، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز اجرا شد. علی مطیری اردیبهشت 1397 بازداشت و توسط دادگاه کیفری یک اهواز از بابت اتهامات محاربه افساد فلعز و قتل دو تن از اعضای بسیج این شهرستان به اعدام محکوم شده بود.
او را شکنجه کرده بودند تا به کشتن دو بسیجی در روز 17 اردیبهشت ماه اعتراف کند. دادگاه انقلاب اهواز بر اساس همین اعتراف اجباری به وی حکم محاربه و اعدام داده بود. رژیم ایران بامداد روز 14 دی ماه 1399 دو زندانی سیاسی به نامهای حسین دهواری و الیاس قلندرزئی را پس از حدود 7 سال حبس در زندان زاهدان اعدام کردند. دهواری و قلندرزئی در فروردین 1393 بازداشت و در آذر 1395 به اعدام محکوم شده بودند. حسین دهواری و الیاس قلندرزئی به سبب اقدامات تروریستی اعدام شدند، در حالی که این دو زندانی بارها اتهامات وارده به خود را رد کرده بودند. آنها برای اعترافات اجباری تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته بودند. روز یکشنبه 10 اسفند ماه 1399 حکم اعدام 4 زندانی سیاسی عرب در زندان سپیدار اهواز اجرا شد. علی خسروی 29 ساله، جاسم ایدری 31 ساله، حسین سیلاوی 33 ساله و ناصر خفاجیان از شهروندان عرب خوزستان به اتهام بغی محکوم به اعدام شدند. این 4 زندانی در جریان شورش فروردین 1399 در زندان شیبان به سلول انفرادی منتقل شدند. علی خسروی و حسین سیلاوی و جاسم حیدری از چهار بهمن در اعتراض به ممنوعیت ملاقات و بدرفتاری زندانبانان با دوختن لبهای خود دست به اعتصاب قضا زده بودند. صبح روز یکشنبه 28 آذر 1400 حکم اعدام زندانی سیاسی حیدر قربانی در زندان سنندج بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیل این زندانی به اجرا درآمد. وی توسط دادگاه انقلاب سنندج به اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود. جنازه حیدر قربانی توسط نیروهای امنیتی به خاک سپرده شد و به خانوادهش تحویل داده نشد. اعدام کودک مجرم در ایران. صبح روز یکشنبه 13 تیر ماه 1400 حکم اعدام بهادین قاسمزاده به اتهام قتل و همراه برادر خود داوود قاسمزاده در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد. بهادین در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشت. صبح روز یکشنبه 3 مرداد 1400 حکم اعدام ابراهیم شهبخش با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان اصفهان به اجرا درآمد. وی در زمان بازداشت زیر 18 سال سن داشت و در زمان اعدام 23 ساله بود. روز چهارشنبه 3 آذر 1400 حکم اعدام آرمان عبدالعالی در زندان رجای شهر کرج به اجرا درآمد. حکم اعدام آرمان عبدالعالی در حالی به اجرا درآمد که پرونده این زندانی دارای ابهامات و اشکالات بسیاری بود و درخواست‌های بین‌المللی و داخلی برای توقف آن وجود داشت. آرمان عبدالعالی پیشتر برای 7 بار جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شده بود که خود مصداق شکنجه می باشد. وی در زمان ارتکاب جرم انتصابی 17 سال سن داشت و 8 سال را در زندان گذرانده بود. سرگاه روز یکشنبه 21 آذر 1400 حکم اعدام محمد تازه‌کار به اتهام قتل در زندان مشکین شهر به اجرا درآمد. احتمال می رود وی در هنگام وقوع جرم انتصابی زیر 18 سال بوده است. اعدام زنان در ایران. روز دوشنبه 20 بهمن 1399 حکم اعدام یک زن به اتهام قتل در زندان مرکزی اردبیل به اجرا درآمد. هویت این زن مشخص نمی باشد. وی در زمان اعدام حدود 23 سال سن داشته است و احتمال می رود که کودک مجرم بوده باشد. زهرا اسماعیلی 42 ساله روز چهارشنبه 29 بهمن 1399 در زندان رجای شهر اعدام شد. وی به اتهام قتل شوهرش علیرضا زمانی از مدیران کل وزارت اطلاعات به اعدام محکوم شده بود که قصد هتک حرمت به دختر نوجوانش را داشته است.
امید مرادی وکیل زهرا اسماعیلی اعلام کرد که پیکر بیجان موکلش به دار آویخته شده، زیرا خانم اسماعیلی پیش از اجرای حکم در اثر ایست قلبی جان خود را از دست داده بود. مریم کریمی به اتهام قتل روز شنبه 23 اسفند 1399 در زندان مرکزی رشت اعدام شد. نفیسه پاکمر به اتهام قتل روز یکشنبه 24 اسفند 1399 در زندان تایباد اعدام شد. کبرا فاطمی به اتهام قتل روز یکشنبه 2 خرداد 1400 در زندان مرکزی یزد اعدام شد. شمسی پیراستوان با اتهامات مربوط به مواد مخدر روز یکشنبه 9 خرداد 1400 در زندان مرکزی قزوین اعدام شد. سه زن که هویت آنها مشخص نمی باشد و همچنین اتهامات آنها اعلام نشده است، روز چهارشنبه 17 شهریور 1400 در زندان رجای شهر کرج اعدام شدند. سرگاه چهارشنبه 5 آبان 1400 حکم اعدام سوسن رضایی پور به اتهام قتل در زندان مرکزی قزوین به اجرا درآمد. وی از شش سال پیش در زندان به سر برده بود. روز سه‌شنبه 2 آذر 1400 یک زن به همراه شوهر خود به نام سیاوش اردشیری در زندان مرکزی یاسوج به اتهام قتل اعدام شد. هویت این زن اعدام شده هنوز مشخص نیست. روز پنجشنبه 4 آذر 1400 مریم خاکپور با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان دستگیر اصفهان اعدام شد. وی بارها اظهار کرده بود که مواد متعلق به او نبوده و بی‌گناه میباشد. سرگاه 18 آذر 1400 دو زن با هویت نامشخص که جرم آنها نیز مشخص نمی باشد در زندان مرکزی کرمان اعدام شدند. بامداد سه‌شنبه 23 آذر 1400 معصومه زارعی به اتهام قتل در زندان آمل اعدام شد. وی متولد سال 1360 و مادر یک کودک 21 ساله که از 7 سال پیش در زندان به سر می برد. سرگاه روز یکشنبه 28 آذر 1400 فاطمه اصلانی به اتهام قتل در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. وی از 9 سال پیش در زندان به سر می برد. بسیار واضح و روشن است که به دلیل عدم شفافیت و سانسور از سوی رژیم حاکم بر ایران و عدم دسترسی آزادانه به اطلاعات در حکومت ملایان، این اطلاعات تنها گوشه از واقعیت را بیان می کنند. مانیتورینگ حقوق بشر ایران از دبیر کل شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای امنیت، اتحادیه اروپا و تمامی ارگانهای حقوق بشری میخواد که رژیم حاکم بر ایران را به دلیل جنایت علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشر و همچنین روند فزاینده اعدامها در ایران مورد بازخواست و حسابرسی قرار داده و پاسخگو بداند و در کنار مردم ایران بایستد. پرونده 14 نقض حقوق بشر ایران باید به شورای امنیت ارجاع شود و سران رژیم باید در برابر عدالت قرار بگیرند. 14 گزارش سالانه درباره اجرای حکم اعدام در ایران که سازمان حقوق بشر ایران به همراه سازمان فرانسوی با هم علیه اعدام منتشر کرده، به گفته خود این سازمان‌ها تصویر کاملی از اجرای حکم اعدام نمی‌دهند. دلیل آن هم زمینه پیچیده این موضوع، عدم شفافیت و خطرها و محدودیت‌هایی که متوجه مدافعان حقوق بشر می‌شود است. با این اوصاف این دو سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش از سراسر ایران از افزایش اجرای احکام اعدام پس از آغاز دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی خبر داده و چالش‌های قانونی در این زمینه را توضیح داده و در این حال برای اهمیت گسترش جنبش بخشش تأکید کردند. یکی از مسائل مربوط به آمار اعدام‌ها که در زمان کوتاهی به چشم می‌خورد مقایسه قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران است و افزایش چشمگیری که بعد از انتخابات در آمار اعدام‌ها مشاهده می‌شود. همانطور که می‌دانید در واقع تعداد اعدام‌های نیمه دوم سال یعنی پس از انتخابات ریاست جمهوری دقیقاً 2 برابر اعدام‌های قبل از انتخاب ریاست جمهوری در نیمه اول سال میلادی است، یعنی افزایش 100%. ما چند سال قبل پس از انتخابات سال 2013 یعنی دور اول ریاست جمهوری آقای روحانی چنین روندی را دیدیم.
نکات مشابه این دو انتخاب در این است که در واقع بعد از هر دو مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 اثر گرفته شد. هم در این دور جدید احیای برجام و در دوره قبل یعنی مذاکرات برای رسیدن به توافق. به طور کلی روند اعدام‌ها در جمهوری اسلامی به فرد ارتباطی ندارد، یعنی ربطی ندارد چه کسی رئیس جمهور است چه کسی رئیس قوه قضاییه، چون هر دو مستقیم یا غیر مستقیم مورد تایید رهبر و کل نظام هستند. چیزی که میزان اعدام‌ها را تعیین می‌کند یکی نیاز حکومت است به اعدام، چون به عنوان وسیله برای ارعاب جامعه استفاده می‌شود. وقتی حکومت از اعتراضات بیم دارد استفاده می شود و وقتی حکومت از اعتراضات بیم دارد ما ببینیم که میزان اعدام ها بالا می رود. یعنی وقتی که توجه جامعه جهانی به مسائل دیگر جز حقوق بشر در ایران معطوف است، در این مواقع هم میزان اعدام ها بالا می رود. آیا فکر میکنید حتی وقتی در حال مذاکره هستند به نوعی با حفظ چهره نیاز ندارن که بخواهن نشان در وضعیت حقوق بشر در ایران دارد بهبود پیدا میکند و یا کمتر اعدام میشود؟ متاسفانه در مذاکرات برجام مسئله حقوق بشر و مسئله اعدام نه تنها مطرح نشده بلکه هیچ جایی ندارد. ما فکر میکنیم جمهوری اسلامی اینطور برداشت میکنه که تا وقتی در حال مذاکره هستن برای رسیدن به توافق هسته‌ای جامعه جهانی تا حدی از مسئله حقوق بشر در ایران چشم‌پوشی میکند. این را در دوران اول برجام هم دیدیم، آن سالی که توافقنامه برجام امضا شد بالاترین آمار اعدام‌ها در بیش از 2 دهه را داشتیم. از یک طرف نیاز حکومت به ایجاد ارعاب بیشتر به خاطر بیم از اعتراض و از طرف دیگر اینکه می‌دانند تا وقتی کشورهای غربی در حال مذاکره برای رسیدن به یک توافق اینها احساس می‌کنند که دستشان بازتر برای نقض حقوق بشر است. به طور کلی منظور ما از اعلام نشدن این است که رسانه‌های رسمی اعلام نمی‌شود. و وقتی مثلا در بلوچستان اعدام میکنن به طور مثال 126 نفر به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند که تعداد زیادی از آنها شهروندان بلوچ هستند. هیچ کدام از این اعدام های مربوط به مواد مخدر اعلام نشده و با این حال به گوش مردم میرسند. یعنی مردم آن مناطق مطلع می شوند که اعدام صورت گرفته. به همین شکل است که این اطلاعات به دست مردم ما می رسد و به طور رسمی اعلام نمی کنند. برای مثال وقتی ایران در شورای حقوق بشر در مورد انتقاد قرار می گیرد آمار رسمی که جمهوری اسلامی خودش دارد خیلی کمتر از این است. من فکر می کنم با وجود اینکه در رسانه‌های رسمی اعلام نمی شود ولی در جامعه و در آن مناطق که اعدام ها صورت می گیرد حتی خود حکومت کمک میکند که این اخبار و آمارها به گوش مردم برسند. مروری بر تاریخ اعدام زنان در جمهوری اسلامی ایران. اعدام نقض بنیادی ترین حق هر انسان یعنی حق حیات است. مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مرجع قضایی. اعدام مجازاتی برگشت ناپذیر است که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود. 19 سال می گذرد از زمانی که ده ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلاف جهانی 10 اکتبر 18 مهر ماه را روز جهانی علیه مجازات مرگ نامیدند با هدف تلاش برای لغو اعدام در سراسر جهان. با این حال شماری از کشورها هنوز از این مجازات استفاده میکنن. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام 10 اکتبر امسال را به زنان اختصاص داده است، به عنوان زنان محکوم به اعدام واقعیت پنهان. این ائتلاف میگوید تبعیض گسترده، نابرابری و کلیشه‌های جنسیتی در برخی نقاط جهان زنان را در معرض خطر مواجهه با مجازات مرگ قرار میدهد، واقعیتی که دیده نمیشود یا شاید کمتر به آن توجه میشود.
فهرست زنان اعدام شده در ایران طی 43 سال گذشته طولانی است. از روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 تا امروز از کارگران جنسی که در زمستان همان سال توسط صادق خلخالی حاکم شهر وقت به اعدام محکوم شدند و حکمشان فوراً به اجرا درآمد تا مونا محمود نژاد بهایی 17 ساله و زن صاحب منصبی چون فرخرو پارسا وزیر آموزش پرورش در حکومت پهلوی که او هم در اردیبهشت سال 59 با حکم صادق خلخالی به دار آویخته شد. افرادی که داستان زندگی بازداشت و اعدام آنان از فهرست این مقوله و افرادی که داستان زندگی بازداشت و اعدام آنها از فهرست فرصت این مقوله خارج است. زنانی که حتی نام همه آنها را هم نمی‌دانیم و برخی از آنها در آن سالها به دستور حاکم شهر سنگسار شدند تا اینکه این سالها بعد از پی اعتراض‌های گسترده جهانی سرانجام اجرای این نوع از مجازات مرگ در ایران متوقف شد، گرچه هنوز در قوانین ایران وجود دارد. و در پایان در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کردند یا آن را اجرا نمی کنند، اما جمهوری اسلامی ایران سالهاست که از نظر تعداد اعدام همچنان در برسکوی دوم جهان ایستاده است. ممنونم که این فرصت را به من دادید. ممنونم آقای فرخی، بسیار عالی و خوب بود بابت سخنرانی. حداقل میدونم تو این 40 سال اخیر چیزی که جمهوری اسلامی واقعا نشون داده و ثابت کرده این بوده که فشارهای بین المللی واقعا تأثیری آنچنان روش نداره، یعنی نه این مذاکراتی که حداقل توی این چند ساله داره اتفاق میفته نه بقیه مذاکرات. اون بسته به در واقع چطور میشه گفت اتفاقات اون موقع اصلا داره، مثلا چه تو اون مقطع زمانی واقعا به چی نیاز داره. اگه نیاز داشته باشه یه ذره آرومتر ملایمتر برخورد کنه، خب این کارو میکنه. اگه نیاز نباشه، نیاز باشه به خشونت بیشتر، این کارو انجام میده. اصلا بس این که جامعه جهانی الان داره مذاکره میکنه یا اینکه از ایران میخواد که نقض حقوق بشر کمتر بکنه، اصلا جمهوری اسلامی حداقل نشون داده تو این چند سال اصلا کاری به این حرفا نداره، کار خودشو انجام میده. تو این چند سال هم داریم میبینیم دیگه چقدر تو یک سال اخیر چقدر آمار اعدام رفته بالا، با اینکه تو این سال گذشته کلی داره مذاکره انجام میشه، جامعه جهانی کلی داره فشار میاره، جاوید رحمان کلی در واقع میشه گفت علیه ایران قطعنامه صادر شده توی سازمان بین المللی، ولی خب میبینیم که هیچ تأثیری نداشته، جمهوری اسلامی کار خودش انجام داده. و به نظر من این در واقع وظیفه خود ملت، وظیفه خود مردمه که یه جوری همدیگر آگاه بکنن، به یه جایی برسیم که دیگه واقعا اصلا ما کاری به جامعه جهانی نداشته باشیم، یعنی خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم، خودمون برای خودمون راه حل پیش بذاریم و خودمون حلش بکنیم مسئله رو. به نظر من اگه اون روز برسه که فکر نمی‌کنم خیلی هم دیر باشه، واقعا اتفاقات خیلی خوبی حداقل توی کشورمون میفته. از دوستان همکاران عزیز اگر در رابطه با دیدگاه صحبت‌های جناب آقای فرخی نقطه نظر دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. جناب آقای حمزه زاده بفرمایید، خواهش میکنم. با تشکر از آقای فرخی با سخنرانیشون و ادامه حرف ایشون می‌خواستم بگم که متاسفانه تو ایران شکنجه‌های خیلی عجیب غریبی هم برای کسایی که بخوان قبل اعدام، یعنی اینا جوریایی که اول ازشون اعتراف میگیرن و بعد اعدام میکنن و من کسایی داشتم که خودشون شاهد بودن نزدیک، علاوه بر شکنجه‌های روحی و جسمی تو آخرین مرحله‌شون میگفتن که یه دونه آمپولایی بودن که وقتی تزریق میکردن به طرف دیگه هر چی رو جلوش میذاشتن امضا میکرد و هر چی که میگفتن رو تایید میکرد و همین براشون کافی بود تا حکم اعدام رو صادر کنن و به اجرا در بیارن. ولی خب چیزی که جالبه برای من توی ایران شما میبینی هر جرمی که صورت میگیره، حتی قتل عمد هم اگه وجود داشته باشه، شما با پول میتونید اونو بشکنید و این نشون دهنده از فساد و شرایط افتضاح حکومت ایران و سیستم قضاییه که طرف حکم اعدام داره، قتل عمد انجام داده، ولی با خرج کردن پول با
هزینه کردن میتونه اون رأی رو بشکنه و این خیلی جای تأسف داره. ممنون. من میکروفون رو ممنون از شما آقای حمزه‌زاده، کاملا درست میگید. ما توی همه زمینه‌ها، یعنی جامعه در واقع دنیا توی همه زمینه‌ها پیشرفت کرده، مدرن شده، رو به جلو رفته، ولی متاسفانه نکات منفی و اتفاقات منفی هم همینجوری پیشرفت کرده و جلوتر رفته. یعنی دیگه اون بحث شکنجه مثل سابق نیست که وقتی در مورد با شکنجه صحبت می‌کنیم یعنی که یه نفر رو بگیریم بزنیم یا اینکه با چوب بزنیمش یه کاریش بکنیم. الان کلا شکنجه ها نحوهش عوض شده، مثلا یه جور دیگه شده، بیشتر در واقع شکنجه های روحی میکنن، چون میبینن تاثیرش خیلی به مراتب بیشتر از کتک زدنه و فکر میکنم نتیجه هم داده. یعنی میبینیم توی حداقل توی این سالهای اخیر اصلا شکنجه هایی که ما میشنویم حداقل از زندان ها میاد بیرون، شاید بالای 70-80 درصدش واقعا شکنجه های روحی بوده. جناب آقای بلوردی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. سلام میکنم خدمت همه دوستان. بله، این آمار اعدامات تو ایران بسیار وحشتناکه، اما شما یه نگاه کلی که بکنید ببینید فقط اعدام ها نیست که زیاد شده، تعداد زندانی ها یا جرائم خطرناک هم تو ایران یه صعود بسیار وحشتناکی داشته. یعنی شما عزیزانی که از ایران اومدن یا کسایی که تو ایران هستن بپرسید، مخصوصا شهرهای بزرگ، شما هیچ گونه امنیتی در خیابان ندارید. یعنی یه جورایی انگار مثل این فیلم‌های علمی تخیلی شده، یعنی شما گوشیتون از جیبتون در بیارین احتمال مرگتون هست. یعنی ممکنه یه نفر از کنار شما رد بشه و به خاطر یه گوشی جان شما رو به خطر بندازه. خب اینا دلایلش چیه؟ دلایل عمدهش فقر و فشار اجتماعی هست که اون مردم هست و این باعث میشه که جرم و جنایت تو ایران خیلی زیاد شده و بی تدبیری دولت نسبت به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه هست. همونجوری که دوستانم فرمودن، ما توی استانهای مرزنشینمون خیلی اعدام داریم. خب این بخاطر چیه؟ مثلا یه شخصی میاد قاچاق مواد مخدر میکنه، خب میدونه جونش در خطره، خب این چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه از حداقل های یک انسان شرافتمند که حداقل هایی که برای زندگیش، یعنی خوراک، پوشاک، مسکن و اصلا براشون آرزوه. یعنی دولت جوری با اینا داره رفتار میکنه، جوری برنامه‌ریزی کرده که اینا واقعا چاره‌ای براشون نمیمونه که جون خودشونو به خطر میندازن و به راحتی هم در معرض اعدام قرار میگیرن. حالا یه سوال خیلی بزرگی هست، این همه اعدامی که صورت گرفته آیا واقعا تأثیری برای جمهوری اسلامی داشته؟ به جد میگم که نه، واقعا اینجور نبوده. چه اون اعدامای سیاسی، میبینین که ما هر روز افرادی که مخالف دولت هستن با این که میدونن جونشون در خطره بیشتر داره میشه. حتی کسایی که در زندان هستن صدای خودشونو به بیرون از زندان هم میرسونن، یعنی با اینکه در خطر اعدام، همونجوری که دوستان گفتن، در خطر شکنجه، در خطر اعتراف اجباری هستن، اما تلاش میکنن که صدای خودشونو به بیرون برسن و اعتراض خودشونو نسبت به اعدام همبندیهای خودشون یا اعدامهایی که تو ایران هست برسونن. خیلی بحث اعدامها تو ایران پیچیده است. میتونم بگم که واقعا اعدامها در ایران این سرعتی که الان گرفته بیشتر به خاطر ترس حکومت از جامعه است، از اون خیزش‌های اجتماعی. دوستانم خیلی اشاره‌های دقیقی داشتن، اما واقعا یکی از دلایلش هم میتونم بگم که این فشارهای اقتصادیه که روی مردم، اون راندخاری‌هایی که هست. واقعا مردم شرایط، چند وقت پیش بود یه گزارشی خود جمهوری اسلامی داد که 80% مردم لحاظ فشار روانی در حالت انفجارن، یعنی حتما بعد مشاوره بشن. خب این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که مردم واقعا دیگه اصلا در حالت انتحاری قرار گرفته، یعنی جونشون زیاد براشون مهم نیست. ممنونم ازتون. مایک آزاد. ممنونم جناب بلوردی، کاملا درست میفرمایید. الان تو بحث در واقع اعدامایی که حداقل برای جرایم حالا مثلا مواد مخدر یا قتل داره اتفاق میفته، خب همه میدونیم الان توی این سالها
شاید چندین برابر شده موارد بزهکاری توی ایران. حالا هم مواد مخدر هم دزدی فرق نمی‌کنه، همش شاید چندین برابر شده نسبت به قبل. و همه میدونن که حمل مواد مخدر حالا در واقع به وزن خیلی زیاد خب جرمش اعدامه، و ولی خب دارن این کارو انجام میدن. چرا این کارو انجام میدن؟ خب نیاز داره، نه شغل دارن، نه امنیت شغلی دارن، نه امنیت زندگی دارن، نه خونه دارن، نه خوراک دارن. خب طرف میدونه طرف جونش در خطره ولی این کارو انجام میده. جمهوری اسلامی ولی کاری به اینا نداره، خودش هم میدونه این اعدامایی که داره میکنه هیچ تأثیری توی کم کردن جرائم مواد مخدر نداره، ولی خب هرچی تعداد آمار اعدامی بالاتر بره اون رعب اجتماعی در واقع که اتفاق میفته، ترسی که توی جامعه اتفاق میفته خب به مراتب بیشتر میشه. شاید اینجوری فکر میکنه که حداقل تعداد اعتراضات کمتر بشه، تعداد مردمی که به خیابونا میان کمتر بشه، ولی خب به نظر من نقطه عکس داره، چون توی این سالا داره میبینیم اعتراضات روز به روز داره بیشتر میشه، یعنی فاصله زمان بین اعتراضات خیلی کمتر شده نسبت به قبل. قبلا هر چند سالی یه بار میشنیدیم، الان این چند وقت پیش هر چند ماه بود، الان تقریبا هر روزه، هر روز داریم میشنویم این اعتراضاتو. پس هیچ تأثیری نداشته، مردم هم یه جورایی ترسشون ریخته و دیگه در واقع به اون نقطه رسیدن که چیزی برای دست دادن ندارن و میان و صداشون رو بلند میکنن، اعتراضشون رو بلند میکنن تا همه مردم بشنون. ممنون از شما و همینطور از آقای فرخی. از سخنران بعدیمو دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای مصطفی حاج قادر مرحومی با موضوع رکورد شکنی اعدام در خرداد ماه سال 1401. جناب آقای مرحومی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. با سلام خدمت شما بزرگواران، در خدمتتون هستم امروز با موضوع موز اعدام در ایران در خرداد ماه 1401. در ابتدا عرض کنم که طبق نهاد آمار نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی به مقایسه تبعیقی اجرای احکام اعدام در ایران در خرداد ماه سال جاری در مقابل آمارهای اجرایی حکم اعدام در ماه گذشته و نیز مدت مشابه در سال قبل پرداخته است که از آغاز خرداد ماه تا کنون دست کم 97 زندانی در زندانهای سراسر کشور اعدام شده اند که حداقل 30 تن از آنان در خصوص جرائم مربوطه با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده است. ارکان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اجرای حکم اعدام طی کمتر از یک ماه گذشته در زندانهای مختلف کشور سی سعودی داشته است. نگاهی به آمار اعدام در خرداد ماه 1401. از تاریخ 1 خرداد تا 31 خرداد ماه دست کم 97 زندانی در ایران اعدام شده اند که از این بین 2 نفر زن، 88 نفر مرد، جنسیت 7 نفر دیگر مشخص نشده است. همچنین حکم 68 تن از 97 نفر اعدام شده به صورت مخفی، یعنی بدون اعلام رسمی از سوی نهاد فضایی یا قضایی انتظامی اجرا شده تا و تنها 29 اعدام توسط خبرگزاری های دولتی با رسمی گزارش شده است. به اعدام محکوم شده از اعدام شدگان 30 تن از اتهام عمل با نگهداری مواد مخدر و 56 نفر به اتهام قتل، 6 تن به اتهام تجاوز و 2 تن به اتهام معاربه به اعدام محکوم شده بودند. از اتهام 3 تن از اعدام شدگان نیز اطلاعی در دست نیست. همچنین گزارشاتی از اعدام 1 کودک محروم در زندان اهواز. در این ماه منتشر شد که کماکا هرنا بررسی آن را تا
تحت بررسی مستقل دارد که آمار اعدامی های خرداد ماه به تفتیک استان ها در یک ماه اخیر در استان های البرز 20 زندانی، اردبیل 3 زندانی، آذربایجان غربی 3 زندانی، فارس 8 زندانی، گیلان 5 زندانی، گلستان 7 زندانی، هرمزگان 4 زندانی، ایلام 3 زندانی، اصفهان 3 زندانی، کرمان 1 زندانی، کرمانشاه 4 زندانی، خراسان و گلستان 7 زندانی، هرمزگان 4 زندانی، خراسان 1 زندانی، خراسان رضوی 3 زندانی، خراسان جنوبی 1 زندانی، خوزستان 2 زندانی، مرکزی 1 زندانی، مازندران 2 زندانی، سمنان 1 زندانی، سیستان و بلوچستان 19 زندانی، تهران 2 زندانی، زنجان 4 زندانی اعدام شده اند. مقایسه آمار اعدام در ماه جاری با ما گذشته در مقام مقایسه با خرداد ماه 1401 می توان با مقایسه گذشته رجوع کرد. از 1 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت ماه 1400 دست کم 24 زندانی در ایران اعدام شده اند که از بین این 1 نفر و 22 نفر مرد و 1 تن دیگر جنسیت او مشخص نشده است. همچنین 1 تن از اعدام شدگان در ماه اردیبهشت زیر 18 سال بوده است. از اعدام شدگان 13 تن به اتهام عمل یا نگهداری مواد مخدر و 10 نفر به اتهام قتل و به اعدام محکوم شده بودند. از اتهام 1 تن دیگر از اعدام شدگان اطلاعات در دست نیست. همچنین طی اردیبهشت ماه 2 حکم اعدام توسط دادگاه های ایران از بابت 1 مورد قتل و 1 مورد تجاوز صادر شده است. مقایسه آمار در ماه خرداد 1400 در مقایسه دیگر با توجه داشتن در خرداد 1400 دست کم 12 زندانی در ایران اعدام شده اند که از بین 2 نفر زن، 5 نفر مرد و جنسیت 5 تن دیگری از آنها مشخص نشده است. از اعدام شدگان 9 تن به اتهام عمل با نگهداری مواد مخدر، 3 نفر به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. همچنین در خرداد ماه سال 1400 هفت متهم توسط نهادهای قضایی به اعدام محکوم شده بودند که اتهام 6 تن از این افراد به اتهام 1 تن دیگر تجاوز عنوان شده است. پراکندگی اعدام خرداد ماه 1401 از تاریخ 1 خرداد ماه 1401 تا امروز 31 خرداد ماه دست کم 97 اعدامی در زندان های مختلف کشور اجرا شده است که 30 مورد این احکام در خصوص اتهام مربوطه با مواد مخدر بوده و دست کم 2 زندانی به اتهام معاربه اعدام شده اند. از جمله اجرای حکم اعدام از جمله در رابطه با جرائم مربوطه با مواد مخدر و سایر اعمال هایی که مطابق با قوانین بین المللی جز جنایات جدی تعریف نمی شوند. بیشتر نیز در مورد اعتقادات و اعتراضات سازمان های حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران قرار گرفته است. تداوم اجرایی احکام اعدام در بهار 1401 در حالی است که جعفری دولت آبادی داستان پیشین تهران در سال 1396 از اصلاح قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر خبر داده و وعده کاهش صدور و اجرای احکام اعدام را داده بود. گرچه بنابر آمار منتشر شده
سالانه توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اجرای احکام اعدام در خصوص جرایم مربوطه با مواد مخدر با کاهش روبرو بوده، اما تداوم آن و تنها اجرای دست کم 30 مورد در کمتر از یک ماه حاکی از این شرایط نگران کننده است. همکنون زندان های رضای شهر کرج و زندان زاهدان به ترتیب با اجرای احکام اعدام دست کم 19 و 13 زندانی طی یک ماه اخیر در مقام های نخست و دوم قرار دارند. گرچه دلیل افزایش سرعت اجرای احکام اعدام در کشور مشخص نیست، اما به باور برخی از فعالان حقوق بشر این امر میتواند مربوطه با تغییر رئیس قوه قضایی و عملکرد قوه برای اجرای تمامی احکام معلق و تعویق افتاده باشد. باید در نظر داشت که به دلیل سانسور خبری گسترده و تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتشار اخبار اعدام و همچنین عدم امکانات نهادها و سازمانهای حقوق بشر مستقل برای فعالیت در داخل کشور، آمار واقعی اعدام بالاتر از این تعداد تخمین زده می شود. بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران درباره زمان اولیه ژانویه 2021 تا 20 دسامبر 2021 دست کم 299 شهروند اعدام شدند و 85 سنه دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام چهار کودک مجرم اشاره کرده اند. در محدودیت یک سال مورد اشاره بیش از 88 درصد اعدامی ها صورت گرفته و در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نشده اند که نهادهای حقوق بشر اصلاحات آن را اعدام مخفیانه میخوانند. با تشکر از دوستان تا به این لحظه که با بنده همراهی بودید، اگر سوالی نظری دارید کمکان من در خدمتتون هستم. مایکو آزاد میکنم. ممنونم. ممنونم. سپاسگزارم آقای حاج قادر مرحومی بابت سخنرانی بسیار خوبتون. از دوستان و همکاران گرامی، اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر دیدگاهی دارید، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. سپاس از همه. از سخنران بعدیمو دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای نریمان حسینی نژاد با موضوع جنبش مردم آبادان. جناب آقای حسینی نژاد بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. با درود خدمت همکاران عزیز، دوستان عزیز، میپردازیم به مسئله خوزستان و آبادان. مشکل بیابی در خوزستان به مسئله حاد برای مردم این خطه تبدیل شده است. این مشکل منجر به اعتراضات مکرر مردم این استان شده است. زنان و کودکان از مشکلات مضاعف بهداشتی و سلامتی رنج می‌برند. این وضعیت در شرایط بحران کرونا دوچندان ضریب خورده است. خوزستان همچون تشنه است، ایستاده بر لب آب. خوزستان دارای 5 رودخانه بزرگ و 7 سد آبی است و در جنوب غرب کشور در کرانه خلیج فارس قرار گرفته است. با این همه مردم این استان نفخیز از بیابی مفرط رنج می‌برند. به نوشته رسانه‌های حکومتی، رژیم ملایان حداقل 500 روستا در خوزستان سیستم آبرسانی و آب آشامیدنی پایدار ندارند. ولی مشکل بیابی در خوزستان فقط در روستاها محدود نمی‌شود. طی سال‌های اخیر مردم شهرهای بزرگ این استان همچون اهواز، آبادان و خرمشهر نیز همواره به کیفیت نامناسب و غیر استاندارد آب آشامیدنی اعتراض کردند.
به طور مثال در سطح شهر اهواز که مرکز خوزستان می باشد مناطقی هستند که مشکلات حاد آب دارند. فرسودگی لوله های شبکه آبرسانی باعث قطعی مکرر آب در مناطق کوت عبدالله، سرای خشایار، سیاهی، این دو و پردیس می شود. جمعه 6 تیر ماه 99 مردم روستای امتمیر در اهواز در اعتراض به قطع مکرر و طولانی آب با مسدود کردن جاده قدیم اهواز خرمشهر دست به اعتراض زدند. مردم خرمشهر بارها به دلیل شروع بودن آب آشامیده در مقابل اداره آب و فرمانداری این شهر دست به اعتراض زدند. مردم آبادان بارها به طعم بد ناسالم بودن آب آشامیده در این شهر اعتراض کردند. برخی از روستاهای شهرستان شوش از آب شرب محروم هستند. اهالی این روستاها برای دسترسی به آب اقدام به حفر چاه در کنار منازل خود می کنند. اما به دلیل کم آبی منطقه و گرمای زیاد چاهای حفر شده پس از مدتی خشک می شوند. مردم این روستا ناگزیرند آب آشامیدی مورد نیاز خود را از شهرستان شوش خریداری و علاوه بر تامین آب مبلغ بالای جهت انتقال آب به روستا پرداخت کنند. صادق حقیقی مدیر عامل آب فاضلاب خوزستان می گفت حدود 700 روستای استان در بحث تامین و توزیع آب مشکل دارند و ما بارها این مسئله را اعلام کردیم اما دولت اعتنایی نمی کند. مجتبی یوسفی عضو مجلس رژیم در اهواز به تازگی اعتراف کرد مردم 800 روستای خوزستان به رغم نزدیکی به 5 سد بزرگ و 7 رودخانه به آب شرب پایدار دسترسی ندارند. در بسیاری از مناطق استان خوزستان به ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهر و روستای شهر و روستایی لوله‌ها در شبکه فاضلاب غرق می‌شوند و آب لوله کشی ترکیبی از آب و فاضلاب است. زنان و کودکان قربانی اصلی بی‌آبی در خوزستان هستند و مشکلات آنها در بحران کرونا تشدید شده است. سلامت زنان سلامت جامعه است اما زنان خوزستان در نبود آب شرب و قطعی‌های مکرر آب با مشکلات فراوانی چه به لحاظ بهداشت و سلامت فردی و چه به لحاظ نگهداری و مقابله از کودکان خود مواجه هستند. آنها میگویند نه آب آشامیدنی دارند و نه آبی برای استحمام و شستشوی لباس. در فقدان لوله‌کشی مناسب زنان خوزستان مجبور به حمل آب میشوند. این موضوع مشکلات جسمی زیادی نیز برای زنان به بار میآورد. زنان برای تهیه آب آشامیدنی باید ساعت‌های طولانی در صف بایستند تا بتوانند یک دبه آب قابلشو برای خانواده هاشون تأمین کنند. در بحران همگیر کرونا و وضعیت قرمز در استان خوزستان زنان و مردم این استان با مشکلاتی بیش از پیش مواجه هستند. چرا که شستن مستمر دست با آب و صابون یکی از واجبات مقابله با ویروس کرونا است. علاوه بر این سالم نبودن آب نیز خود موجب خطر افتادن سلامتی و تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و مردم این استان را بیش از پیش مستعد ابتلا به بیماری کرونا می کنند. مشکل بی آبی در خوزستان در 3 خرداد 99 با انفجار خشم مردم در قیزانیه و افکار عمومی را برای خود در قیزانیه و افکار عمومی را به خود جلب کرد. محمد باوی عضو شورای بخش قیزانیه در مورد بی آبی مردم گفت مردم آب برای خوردن ندارند چه برسد به اینکه برای مصرف بهداشتی استفاده کنند. یکی از این اهالی این منطقه در این رابطه گفت وقتی آدم در حال خفه شدن است مجبور به دست و پا زدن است و ما به خاطر اینکه صدای ما به مسئولان برسد مجبور شدیم برای چند دقیقه جاده اهواز را ببندیم که یگانه ویژه جواب مردم تشنه را با گلوله داد. در جریان این اعتراض و سرکوب آن به دست ماموران حکومت شماری از مردم معترض از جمله یک کودک بر اثر اصابت گلوله مجروح شدند. قیزانیه با بیش از 26 هزار نفر جمعیت که اکثرا کشاورز و دامدار هستند در 40 کیلومتری شهر اهواز و در مسیر ماشر رامشی و رامهرمز قرار دارد. قیزانیه با 600 حلقه چاه نفت و تولید روزانه بیش از 500 هزار بشکه نفت از محروم‌ترین بخش‌های استان و میزبان شرکت‌های نفتی، گازی و بزرگترین میادین نفتی کشور است. بیشتر اهالی شغل خود را که دامپروری کشاورزی است از دست دادند. مردم قیزانیه در آفتاب سوزان و تابستان باید با سهمیه آب موجود در بشکه‌ها روز را به شب برسانند. خشک سالی آب دریا را به خانه‌های مردم خرمشهر و آبادان آورده. اما دریا وقتی به جای موج زدن کنار ساحل
رایشی را آب خانه ها می شود دیگر اصلا زیبا و تماشایی نیست. آخر چه کسی آب دریا می خورد که خوزستانی ها دومی باشند؟ در تیر ماه سال 97 در پی بالا گرفتن بحران آب در خرمشهر و آبادان و تشدید فضای امنیتی مردم این دو شهر به خیابان ها آمدن و اعتراضات مردم به خشونت کشیده شد. در حوادث شامگاه شنبه 9 تیر دست کم یک شهروند خرمشهری کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. بحران آب شهروندان معترض خرمشهر و آبادان را در شامگاه شنبه 9 تیر به خیابان ها کشاند. در سوی مقابل حضور نیروهای امنیتی در این دو شهر به شکل چشمگیر افزایش یافت و علاوه بر پلیس ضد شورش نیروهای لباس شخصی نیز در گوشه و کنار شهر با مردم معترض برخورد و تعدادی از معترضان را دستگیر کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از اعتراض مردم خرمشهر به وضعیت آب آشامیدنی را منتشر کردند که شهر را در حالت نیروی جنگی نشان می‌دهد. در این تصاویر از سوی نیروهای دولتی اقدام به تیراندازی می‌کردند و از سوی دیگر مردم معترض برای در امان نگاه داشتن خود از گاز اشک‌آور آتش روشن کردند و به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می‌کردند که در ذهن صحنه جنگ را به یاد می‌آورد. در تصاویر پخش شده صحنه‌های وحشتناکی را می‌شد به چشم دید جوانی که مورد اصابت گلوله قرار می‌گرفت و توسط دیگر معترضان هم می‌شدند. صحنه‌های دردناکی که قلب هر بیننده‌ای را به درد می‌آورد و کسی باورش نمی‌شود که این صحنه‌های دلخراش فقط برای مطالبه حق انسانی و شهروندی یعنی آب آشامیدنی سالم باشد. هرچند که وزیر کشور کشته شدن شهروندان خرمشهر را رد کرده و گفته بود که تیراندازی‌های شنبه شب تنها یک مجروح بر جای گذاشته، اما سازمان حقوق بشر اهواز تعداد کشته شدگان حوادث شب جمعه را 4 نفر اعلام کرد. همزمان با حوادث خرمشهر و آبادان، فعالان عرب برای برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز در دیگر شهرها نیز فراخوان داده بودند. خرمشهر و مردمش در دورنج‌های به چش دیدند که هیچ کس دیگری تجربه نکرده است. جنگ اگر چه ظاهراً تمام شده و خرمشهر آزاد، ولی مردم این شهر سالهاست برای زنده ماندن می‌جنگند. مردم این شهر آبی برای خوردن ندارند و تشنگی آنها را به مرز انفجار رسانده است. آبی که تحت عنوان آب شرب در لوله‌های شهر جاری است، از آب دریا نیز بدتر است. زیرا که آب دریا اگرچه شور ولی حداقل زلال است، ولی آنچه ما داریم آب گلالودی است که از آب دریا نیز شورتر است. آب معدنی در شهر کمیاب و قیمت آن سر به آسمان می‌زند. توزیع آب شرب بسته‌ای نیز به نه راه حل مناسب است و نه در شأن مردم این شهر. دولت در واقع با توزیع آب بسته‌ای معترضان را در صفهای طولانی به خیابان‌ها کشیده و آنها را ساعت‌ها زیر گرمای سوزان آفتاب نگاه داشته بود. طبیعی است که در این شرایط با کوچکترین جرقه‌ای شهر به مرز انفجار برسد. مردم حتی به اقوامشان در شهرهای دیگر خبر داده بودند فعلا به مهمانی نیایند، زیرا که آبی نداشتن برای نوشیدن به آنها بدهند. حتی فکرش هم برای مردم خونگرم و مهمان نواز و مهمان دوست خرمشهر آبادان عذاب آور و کشنده بود. دو رودخانه کارون و بهمنشیر در استان خوزستان متعلق به کل کشور است که اکنون در حال خوش شدن هستند. سه شهر جنوبی استان که شامل آبادان، خرمشهر و شادگان است، دارای حاصلخیزترین زمین برای کشاورزی بودند. اکنون با نرسیدن آب، زمین های کشاورزی این مناطق به شورزار تبدیل شده است. نخل ها در این منطقه در حال مرگ هستند و رسیدگی نکردن به این مسائل زیست محیطی خیانت به کل کشور است. تا چندی پیش رود کارون آنقدر آب داشت که قابل کشتیرانی بود. بسته شدن 600 روی آن و انتقال آب سرچشمه ها به شهرها و کشور عراق باعث خوش شدن کارون و بلند شدن فریاد مردم بیگناه آبادان خرمشهر است. بارها کنشگران محیط زیست درباره مرگ اقتصاد کنار رودخانه هشدار داده و درباره پیامدهای کاهش آب رودخانه کارون گفته بودند. پساب زهکش و فاضلاب تنها آب باقی مانده در کارون است و دیگر آب شیرینی باقی نمانده که بخواهند تصفیه شود. از سوی دیگر اگر زمانی آب کارون خوش شود، آب شور دریا تا اهواز نیز خواهد آمد و تمام اقتصاد کنار رودخانه را که قدمتی هزار ساله دارد
خراب میکنند. درمان های علامتی و بی‌نتیجه هم وعده داده شده که فقط برای ساکت کردن مردم بود و مثل همیشه باز هم نظام فریبکا و دوگوی جمهوری اسلامی با دادن وعده و وعید مردم را فریب داد. استاندار خوزستان روز شنبه 2 تیر از اختصاص 43 میلیارد تومان به طرح آبرسانی قدیر خبر داده بود. با این حال گفته بود که به رغم این طرح شرایط مناسب نخواهد شد. او گفت تا 15 تیر خط دوم انتقال آب از قدیر به شبکه آبرسانی خرمشهر و آبادان وصل می شد و سختی آب این دو شهر به 2000 میکروموس بر متر مکعب خواهد رسید. به نظر می رسد مفهوم این سخن استاندار خوزستان را که شرایط مناسب نخواهد داشت مدیر عامل شرکت آب‌فضا و استان خوزستان توضیح داده است. صادق حقیقی پور به باشگاه خبرنگار جوان گفته که اقدامات در حال انجام تنها احتیاج مردم به آب بسته‌بندی و تانکر را رفع می‌کند و آنها کماکان ناچار به استفاده از آب شیرین‌کن‌های خانگی خواهند بود. او در این باره توضیح داد در بامداد چهارشنبه 6 تیر ماه خط قدیر دچار آسیب‌دیدگی شد و انتقال آب از رودخانه کرخه به شهرهای خرمشهر و آبادان قطع شد. با آغاز انتقال آب از ساعت‌های اولیه امروز شنبه 9 تیر ماه به حد اکثر ظرفیت خواهیم رسید و انتظار می‌رود که از عصر امروز EC تنظیم شود و به حد 3-4000 میکروموس گذشته برگردد و مردم عزیز ما حداقل آبی را دریافت کنند که آبشیرین‌کن‌های خانگی پاسخگوی نیاز آنها باشند و احتیاج مردم دو بار بعد آب تصفیه بشه، یه بار داخل تلمبه خونه ها، یه بار هم داخل خونه ها با دستگاه که اصلا دستگاه تو خونه جواب نمیده. اخیراً بلکه برخورد پلیسی و سرکوب معترضان اکنون به اعتراضات مایت سیاسی نیز بخشیده است. مسئولان بی‌کفایت و دزدان به نام دین مردم دلیل خطه آبادان خرمشهر را غارت کردند. دو رودخانه کارون و مرمنشیر در استان خوزستان متعلق به کل کشور است که اکنون در حال خشک شدن هستند. آنقدر آب داشتند که قابل کشتیرانی بود. بسته شدن 6 سد روی آن و انتقال آن سرچشمه‌ها به شهرها و کشورهای عراق باعث خشک شدن کارون و بلندشهر فریاد مردم بیگناه و آبادان خرمشهر شد. متاسفانه خرمشهر امسال هم مثل سال 87 و 99 با خشکسالی شدید بحران تنش آبی روبرو است. 58% مخزن سدها خالی است که تابستان و سال بسیار بسیار سختی پیش روی مردم است که تمام اینها ناشی از بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مدیریت در جمهوری اسلامی و بدلیل ناکارآمدی نظام نامشروع آخوندی است که از اول انقلاب تا کنون کمر به قطع و نابودی ایران و مردم ایران زمین از جمله خوزستان بستند. مردم خوزستان هم شهروند این کشورند و دولت باید قدم‌های برجسته‌تری برای حل معضل و مشکلات آنان بردارد. آنها سال‌هاست که با معضلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و درخواست‌هایشان مطالبات اساسی است، اما متولیان هم متأسفانه متوجه عمق فاجعه برای 5 میلیون ساکن این استان نیستند. خانم ابتکار هم به عنوان متولی اصلی مشکلات مهندسی در خوزستان هیچ اقدام جدی و موثری در این رابطه انجام نداده است. متاسفانه تالاب هورالعظیم هم به خاطر عملیات اکتشاف وزارت نفت، هم به دلیل پروژه‌های وزارت نیرو با همراهی با وزارت نفت و هم به دلیل بی‌توجهی سازمان محیط زیست به وضع امروزش رسیده است و همچنین در مورد جریان برق در خوزستان مثل شریان اصلی حیات و استان است. وقتی شبکه برق قطع می‌شود بسیاری از مراکز صنعتی، مراکز آموزشی مانند دانشگاه و مدارس، بیمارستان‌ها، مخابرات و سیستم تامین آب مردم دچار اقتدار می شود. متاسفانه رژیم ملایان بجز وعده های توخالی اقدامی برای حل مشکلات مردم خرمشهر از بی‌آبی گرفته تا هزار مشکل دیگری در خوزستان انجام نداده است. سپاه پاسداران با احداث سدهای متعدد در محله های نامناسب موجب انحراف مسیر رودخانه ها و بروز مشکل بی‌آبی در خوزستان این استان حاصلخیز و نفت‌خیز بوده است. در این حال اقدام به فروش و صادر کردن آب ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق نموده است. در رژیم سراپا فاسد ملایان مشخص نیست بودجه هایی که برای حل مشکلات آب فاضلاب در خوزستان اختصاص داده می شوند به کجا می روند. سایت حکومتی آفتاب نیوز به تاریخ 22 تیر 99 در این باره نوشت
از وام بانک‌های جهانی که هنوز مشخص نیست چه شد تا برداشت از صندوق توسعه ملی و ردیف بودجه‌های دیگر، هنوز در کنار ردیف این منابع مالی مشکلات آب‌فاضلاب و استان خوزستان پابرجاست. بله، آبادان‌خرمشهر سراپا درد و مشکل است که مردم دلیل و شاد آن دیگر نای مقابله با این همه مشکلات را ندارند. امیدوارم تا مردم این دیار از پا نیفتادند راهی بشود پیش پایشان باز کرد با امید آن روز. نمیدونم وقتی چیزی دارم هم یا وقت تمامه. وقت تمام. در حد 5-6 دقیقه آقای نریمان نژاد وقت دارید. بله، حالا من این تیتروار یه چیزی رو گفتم در کلیات در تو با کل استان خوزستان، یه قطری در برابر یه دریاست، اما موزل وحشتناکی که یعنی اولیه ترین چیزی که یه انسان برای زندگی نیاز داره آب و هواست. یه دو تا چیز خیلی ساده که دیگه این دولت فقط میتونه با اون کسایی که در رأس کارن میتونن یه مقدار کاری بکنه که از بین نره، ولی اوتوماتیک خودش هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. این گرد و خاکی که تو آبادان میاد یه موزل خیلی عظیمیه که باعث شده که هم بیماری ها تشدید بشه، هم آب هم بیشتر تاثیر بذاره تو گلالود شدنش، بغیر از فاضلاب، بغیر از نمیدونم پمپ هایی که باید اینا باید هر سال توی آبادان سرویس بشه که بتونه کار انجام بشه و با هم مهندسی بشه که فشار آب یه جوری داخل این پمپاش رها بشه، چون شرایط اینجوریه باید فشار کم باشه که آب شور رو داخل خونه ها نفرسه، حداقل آب شیرین بره. وقتی فشار آب زیاد، برداشت بیشتری از آب دریا کنی که بخوای فشار حفظ کنی، باعث میشه که آب شور رو نامناسب بره. مردم هم مطالبات ساده اولیه‌ای داشتن، ولی خب ما تو مسئله متروپول هم دیدیم بخواد اولین چیزی که رسید داخل شهر نیروی امنیتی بود، یگان ویژه بود. یعنی به همون شبش که اتفاق افتاد با هواپیما دیدید که حالا نمیدونم از کجا، بالاخره مشخص نشد از چه جای اومدن، ولی ضربه گفتنم که بعدش اعلام کردن که این میخواد کمک کنن به این کسایی که تو زیر آوارن، در صورتی که یه آجر هم جابجا نکردن، فقط مردم رو سرکوب کردن، تیراندازی کردن. به هر حال من نمیدونم که دوست داشتم اگه دوستان چیزی میدونن که ما جز آگاهی رسانی، مثلا ما چه نوع باید آگاهی رسانی کنیم که بشه یه تغییری ایجاد بشه. من اینا هنوز نتونستم درک کنم یا یادش بگیرم که ما چجوری باید آگاهی رسانی کنیم، چه چیزی رو باید بگیم، به کی بگیم، خروجیش چجوریه، چی کار باید کنیم، چه شکلی میتونیم که، چون من واقعا همیشه حالم بد میشه وقتی میرم دنبال این مسئله که بخوام، چون انگار یه کسی جلو داره غرق میشه و تو هیچ عملا هیچ کاری، فقط میگه آقا آب گود و نرو پایین، اینجا فلان تره، اینجوری اینجوری تره، اینجور. آقا این موج داره میبرتش دیگه، دست خودش نیست، نمیتونه نه خودش رو آب نگه داره نه چیزی. من میخوام اینو بدونم هر عزیزی که میدونن یا تو یکم تخصصی برای من توضیح بدن که آقا این آگاهی رسانی باید چه شکلی باشه، به کجا باشه، به کی باشه، چجوری باید باشه، چجوری میشه نتیجه که آیا از خارج کشور میشه به یه ارگانای اعتراض کرد نامه نوشت، آیا داخل ایران باید ما یه جوری مردم رو با هم هماهنگ کنیم که آقا شورای شهر چجوری انتخاب کنی، شهردار چجوری، آقا چجوری اعتراض کنی. من دقیقا حق مطلب دستگیرم نشده هنوز، چون ما الان سالیان سال عموده فکر کنم 40 سال یه بخشی از جامعه روشنفکری دارن اطلاع رسانی میکنن، بری ما میبینیم اوضاعمون همینجور بدتر میشه، شرایط سخت‌تر میشه. راه خروج از این بنبست چی میتونه باشه؟ من دوست داشتم توی این مسئله حالا هر موقع خواستید دارم توضیح بدید ممنون میشه. مرسی، من صحبت خاصی ندارم. ممنونم جناب آقای نریمان نژاد. آقای حسینی نژاد، متشکرم از شما بابت سخنرانی بسیار خوبتون. در واقع حالا میشه گفت که جمهوری اسلامی حداقل توی این 40 سالی که گذشت ثابت کرد که واقعا هیچ نکته مثبتی نداره. یعنی توی این 40 سال شما بگو اگه یک جایی یک سرمایه گذاری کرده باشه که به یه نقطه مثبتی رسیده باشه،
40 سال دیدیم که فقط توی قسمت‌های نظامی سرمایه‌گذاری کرده که همونا رو می‌دونیم که در واقع چیزی از توشون در نمیاد و همش در واقع پول هدر رفته. توی بخش انسانی هم که می‌بینیم حداقل توی این 40 سال نه توی بخش جاده سازی، نه توی بخش شغل ایجاد اشتغال، نه توی بحث ایجاد هوای سالم، نه توی بحث محیط زیست، آب آشامیدنی که شما گفتید، توی هیچ چیزی سرمایه گذاری نکرده. و اگر هم کرده مثل اون صدایی که زدن یا اون بحث آبرسانی قدیری که انجام دادن، همش و همش بحث در واقع اون پول چاپیدنه بود. یعنی دنبال یه ردیف بودجه بودن که بتونن میلیاردها تومان در واقع به جیب بزنن اون ارگانی که اون کار دست گرفته و در واقع یه پولی برای خودشون جور کنه. یعنی فکر مردم نبودن هیچ وقت. آب که توی خوزستان همیشه مشکل داشته، من خودم خب بچه اهواز هستم، بزرگ شده اهواز هستم، مشکلات این قسمت رو خودم یعنی کامل چشیدم چون از بچگی بزرگ شدم اونجا. همیشه مشکل در واقع آلوده بودن آب بوده توی خوزستان. هممون هم آب شیرین کن داشتیم توی خونه، ولی حداقل آب شیرین کنمون اون موقع جواب میداد، یعنی میتونستیم اون آب بخوریم. ولی بعد از مدتی حداقل توی چند سال گذشته میبینیم که هرچی این آب شیرین کنها رو دقیقا جدیدتر میشه، بروزتر میشه، تعداد تصفیه‌هاش بیشتر میشه، ولی میبینیم هر روز باید شما اینا رو عوض بکنید و این همش میشه هزینه. یعنی شاید قبلا ما ماهی یه دونه یا مثلا سه ماهی یه دونه عوض میکردیم از این تصفیه‌هایی که داخل اون آب شیرین کنها بود، ولی الان واقعا شده هفتگی و جوابم نمیده. بازم اون آبی که شما میخورید یه آبیه که بو میده، کثیفه و واقعا الان نمیدونه اصلا چجوری بخور اون آبو. بحث قطعی آب که خب توی این سال، توی این چند سال خیلی زیاد شده. حالا قبلا بحث قطعی آب نبوده، فقط کثیفی آب بوده، ولی الان بحث قطعی آب هم خیلی زیاد شده. این الان میبینید تو اکثر محله های تازه اهواز، خب حالا مرکز استانه، به مراتب وضعیتش از روستا خیلی بهتره، ولی تو خود اهواز هم میبینیم که تقریبا هر روز توی تابستون آب قطع میشه. یعنی توی اون گرمای 50 درجه 60 درجه شما فرض کنید آب هم نداری، آدم چیکار باید بکنه توی اون وضعیت؟ در رابطه با اون سوالی که شما فرمودید، حالا من در حد سواد و در واقع چیزی که فهمیدم توی این زمینه، کاری که ما میتونیم انجام بدیم بحث اطلاع رسانیه. اطلاع رسانی کجا جواب میده؟ اینکه مردم مطالبه گر میشن، مردم بیشتر میان اعتراض میکنن. شاید 10 سال پیش شما، 10 سال پیش هم خب این مشکلات بود توی خوزستان، ولی مردم خرمشهر یا آبادان یا شهرهای دیگه اینقدر اعتراض نمیکردن، جاده نمیبستن، نمیدونم جلوی فرمانداری تعصب نمیکردن. ولی حداقل توی این چند ساله به خاطر این بحث اطلاع رسانی ها که اتفاق افتاده، مردم آگاه تر شدن، فهمیدن که باید مطالبه گری کنن. وقتی مطالبه گری کنن دوستان، وقتی مطالبه گری کنن مسئولین هم مجبور میشن جواب بدن. درست حالا جواب درستی نمیدن، ولی بالاخره به تکاپو میافتن برای جواب دادن. و وقتی این مستمر باشه و همیشه ادامه دار باشه، به نظر من شاید جواب بده و روزی برسه که اون کسی در واقع مسئول بشه، مدیر بشه توی اون بخش مربوطه که صلاحیتش رو داشته باشه. یعنی فکر جیب خودش نباشه، فکر منافع خودش نباشه، یه ذره هم حداقل به فکر مردم باشه. این نظر شخصی من بود. اگه از دوستانم در این رابطه نقطه نظر دیدگاهی دارن، خیلی خوشحال میشین در رابطه با این بحثم دوستان مشارکت کنن. بحث بسیار خوبیه توی این اگه صدای من میاد یه مسئله دیگه رو بگم، نمیدونم. بله جلو آقای حسین نژاد بفرم. بله، مثلا همین مسئله متروپول. الان متروپول آبادان که وضعش نامشخصه، سپاهگوت آمد دست بی تخریبش کنه، ساختمون هنوز بخش عمدهش هنوز سرپاست و در حال ریزشه. شاید تا چند تا کوچه و خیابون روبرویش، یعنی کلی خونه رو دوباره از بین ببره. خب خونه های دوروبره که خالی کردن که چسبیده بشه، یعنی خبر دقیقه. خونه هایی هم که تا شعایی هستن اونها برشون داشتن بلندشون کردن، گفتن آقا بردن تو مدرسه، خونواده رو توی گرمای آبادان بردن تو مدرسه کلاس بشون، دادن گفتن آقا اینجا زندگی کو تا تکلیف اونجا مشخص بشه. و این الان هیچ کاری، هیچ اقدامی دیگه هم انجام ندادن، نه کسی بازداشت کردن کسایی که دست توی کار داشتن، نه نمیدونم
از شهردار و شورای شهر و یک نفر نمیدونم از منطقه آزاد و دادستان که تمام این موضوعات زیر دست اون بوده، اصلا بازداشتی شده نه، اصلا سوال جوابی پرونده این مثلا حتی به وکیلا هم نمیدن. حتی وکیل میگه آقا بریم موقعی که میخوایم دیه بهتون بدیم میایم خبرتون میکنیم که بیان اینجا. آقا من نمیدونم چجوری میشه مثلا ماها چجوری اطلاع رسانی کنیم، چجوری برنامه تشکیل بدیم یا یه بحثی رو بزنیم که تاثیرگذار باشه، که توی شرایطی که اصلا خیلی پیچیده، اصلا کلا خیابون امیری که قلب آبادانه و کاسبی و درآمده، من خیلی از دوستام اونجا مغازه دارم، عملا همه رفتن هیچ کسی نمیاد. یعنی در روز تو این تازه توی این اوضاع اول میگم با 50-60 هزار تومان ما شب فروش نداریم. خب این اصلا طورش هم حصار کشیدن، یه نگهبانی هم گذاشتن اونجا همین به حال خودش هم اینجور واسه تا بقیهش هم خودش اوتوماتیک بریزه. اون مردمی که تکلیفشون معلوم نیست، یا رو اومده مستعجل بوده با بچه کوچیک، ما آدم سراغ دارن بچه کوچیک داره یه ساله، بردنش توی گرما اصلا امکان نداره شما توی گرما بتونی توی جای دیگه توی مثل مدرسه زندگی کنی، اصلا نمیشه. ما نمیدونم این کی میتونه چی کار میشه کرد، چی جوریه، چه کاری باید انجام داد که یه اثری بذاره، چه میدونم یه صحبتی بشه شاید دوباره تو جریان بیفته این مسئله دیگه راها شد. چون آبادان یه شهری که واقعا گرمه، بومیش هم که بومی خود آبادان خیلی خیلی کم شده، چون شهر آبادان یه شهر کارگریه از قدیم، الان هم مثلا دوره پدرای ما همه بازنشسته شدن، هر کم بازنشسته شد اون شهر رفت. این شهر یه عقلی خیلی کم داخلش هست و هر کسی هم هست دیگه دستش به جای نمیرسه که بخواد کاری کنه، میاد یه دو روز سه روز اعتراض کنه. تو هوای گرم شما نمیتونی به جرئت بگم نیم ساعت نمیتونی بیرون وایسی، امکان نداره بتونی وایسی. وقتی ظهرش ساعت 12 تا 5-6 بعد از ظهر میشه 65 درجه گرما، اینجا میشه 30 درجه 29 درجه، همه دیگه دو روز کارشون تعطیل میشه. خب ما چجوری باید چه اقدامی میکنیم، چه راهکاری وجود داره؟ من نمیدونم، ما از این تو قانونی که وجود داریم تو جایی که حالا ما شهر خودم اطلاع دارم میگم، فرق نمیکنه هر عزیزی مال هر چی یه اتفاق یه حادثه یه چیزی داره اونجا، چه جایی رو میتونیم اینجا تشکیل بدیم، چه اتاقی رو که بگیم آقا چه میدونم یک ماه روی این مسئله فشار بذاریم، یا راجبش بحث کنیم، یا صحبت کنیم، یا نامه‌نگاری کنیم به یه جایی، چه میدونم، نمیدونم من. در هر حال مردم تا یه جایی میتونن اینکه یه کسی باشه که بتونه خط بده، برنامه بده، آگاه کنه، بحثم از اینکه آگاه کنه که آقا جا مسیرت اینه، حرفت باید این باشه، این باشه، ما از اینجا مثلا روی مسئله یکم فشار میاریم که حداقل تو روند جریان بیفته یه چیزی. اینکه مثلا ما بخوایم بگیم و بریم، خب مردم بعضی وقتا من یکم عصبی میشم سر مثلا آگاهی رسانی. آخه جون آدم خیلی مهمه، یه روز دو روز برای مردم الان خیلی مهمه، ما همینجور داریم فقط تلفات میدیم، مثل شدیم مثل جنگ ایران و عراق، 2000 نفر سرباز میفرستادن رو مین، میگفت آقا راه باز میشه دیگه، بعد شهید بدیم. آقا برای چی جوری شهید بدیم؟ خود تاکتیکی، حرکتی، چه میدونم یه استراتژی، چیزی باید پیاده بشه. نمیشه که همینجور جون آدم ها مثلا واقعا برای من خودم اینجوری هم خودم هم بدبختی شرایط فکری دارم، آقا جونت برام مهم نیست، میگم هرچی شد شد دیگه، آقای شد هر آقای نریم آقای جالا صحبت های بقیه دوستان رو هم بشنویم توی این زمینه، بعد حالا شما اگه خواستیم دوباره ادامه میدیم این بحث رو. جناب آقای کرمی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با درود خدمت دوستان و همکاران عزیز و همچنین آقای حسینی نژاد، در اول میخواستم یه سوال از ایشون بپرسم که مسئله سخنرانی هر سخنرانی ایشون جنبش آبان بوده، اما در کل شروع به بی‌آبی و خشکسالی و مشکلاتی از قبیل این چیزا، بعدش هم مشکلات مردم ایران فقط شامل اهواز و خوزستان و آبادان و اندیمشک و نمیدونم و شهرهای دیگه نمیشه، همه ما تقریبا 70-80% استانهای ما گریبانگیر همچین مشکلاتی هستش و در این شکی نیست. بعدش نظر شخصی من اینه، کلن به خاطر آگاهی رسانی که ایشون میگه
تا روزی که ما مردم پشت هم نباشیم، دست همو نگیریم، هیچ وضعیتی هم ما تغییر نمی‌کنه و همینجوری ادامه داره. یعنی تا روزی که جمهوری اسلامی باشه، آبادانش مشکل داره، خوزستانش مشکل داره، اقرب گرفته تا شرق، از شمال گرفته تا مشرقش، همه مشکل داره. حالا دیگه مشکل بیابیه، مشکل بیکاریه، مشکل خوشسالیه، مشکل فقره، مشکل اعتیاده و و و و و هزاران مشکل دیگه. و ریشه اصلی این مشکلات ما، همه ما هم میدونیم که جمهوری اسلامیه. و تا روزی که رژیم جمهوری اسلامی با این وضعیت که ما قبول میکنیم که مردم در کنار هم نباشن، همه مشکلات همینجوری ادامه خواهد داشت و تمام شدنی هم نیست. ممنونم آقای کرامی. سپاسگزارم آقای کرمی. ممنونم از شما. جناب آقای نوروزی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما رو. سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه، خسته نباشین. ممنون از آقای حسین نژاد بابت سخنرانیشون. و اگه من بخوام داستان آگاهی رسانی که حالا یکی از وظایف اصلی کانون هستش رو خیلی سریع خدمت دوستان عرض کنم، با یه مثال شروع میکنم. دوستان دقت کردین نامه هایی که حالا اکثر بچه ها خوب خارج از ایران هستن، نامه هایی که دستمون میرسه، حالا چه از شهرداری باشه، چه از دولت باشه، چه غیره، خب زیر نامه ها بند بند پاراگراف رو خب میزنن، میگن طبق این قانون، طبق این قانون، طبق این قانون، حالا شما یا باید این بهتون تعلق میگیره یا تعلق نمیگیره. خب یعنی کاملا با قانون صحبت میکنن. ما تو ایران یه چیزی داریم به نام قانون اساسی و یه چیزی خارج از ایران داریم به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند 23 یونسکو. من این سوال از شماها دارم، خب میخوام ببینم که چند درصد مردم ایران طبق قانون میرن صحبت میکنن. مثلا من ناصر نوروزی میرم توی بانک یا میرم توی اداره دولتی، میگم آقا طبق این قانون تو باید این کار رو انجام بدی، طبق این قانون بند فلان نقطه فلان. خب اگه من با قانون برم جلو، قانونی اگه بخوام صحبت کنم، یه برگه‌ای دست من باشه، 100% اون مسئول پاسخگو باید باشه. ولی زمانی که من خودم هم قانون نمیدونم، میرم با یه مسئول صحبت میکنم، اون میگه، من میگم، جر و بحث میکشه، فشار اقتصادی که روی من هستش باعث میشه اون بحث به جدال کشیده بشه و در تمام جای دنیا هم کسی که جدال رو داره شروع میکنه مقصر. و متاسفانه ما اکثر اعتراضاتمون میبینیم حتی اگه مسالمت آمیز باشه به جایی کشیده میشه که به جدال و چی میگن آتیش زدن و این داستانا ختم میشه و مردم متاسفانه محکوم میشه. من یه مثالی میخوام بزنم، از شماها میخوام بپرسم، توی کدوم یکی از اعتراضاتی که حالا هر روزه هم داره برگزار میشه یه پلاکارد آوردن نوشتن آقا طبق همین قانون اساسی که مثلا شما دارین، اصل فلان، ماده فلان، شما باید این کار رو انجام بدین. خب هیچ کدومشون این کار رو انجام نمیدن. بعد میان توی تجمعشون خب شروع میکنن به شعار دادن و نمیدونم از این داستانا. خب میخوان به اصطلاح خودشون درسته، ولی به اصطلاح نظام میگه آقا شما داری جب و داری متشنج میکنی و میان همشون رو میگیرن. حالا ما چرا داریم صحبت میکنیم اینجا؟ چرا رسانه های کانون اگه دقت کنید یا سند 23 رو دارن میزنن یا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میزنن یا قانون اساسی رو؟ آقا اگه بیاین شما بخونید و اگر جایی خواستی بری اعتراض کنی با مدرک برو اعتراض کن، نه بدون مدرک. خب فرق ما الان 40 سال، شما فرمودین که 40 سال ما این داستانو داریم. ببینید تفاوت یه فعال حقوق بشر یا کار حقوق بشری با یه اپوزیسیون، خب تو همین هست، این اپوزیسیون ها اکثرشون رو که شما هم میشناسین همشون میگن آقا برید بزنید فلان کنید بل کنید، 40 سال اینو گفتن دیگه. کسایی که حقوق بشری هم دارن کار انجام میدن، خب الان 40 سال خورده یه دارن میگن.
ولی چقدر مردم ما به این حرف ها گوش دادن و کدوم یکی از این حرف ها به نفع مردم ما بودش؟ این سوال از خودمون بکنیم. یعنی تمام، یعنی من به نظر من تمام اقوام ما مشکل دارن تو ایران الان. یه بحثی دیروز انجام شدش با یکی از این دوستان، میگم من جدایی طلب نیستم، ولی با این وضعی که جمهوری اسلامی برای ما پیش آورده واقعا من دارم سمت جدایی طلبی دارم. این سوال تا حالا از خودتون پرسیدین؟ آیا اون کسی که داره میگه آقا من جدایی طلب نیستم ولی وضعی که جمهوری اسلامی به وجود آورده دارم میرم توی این سمت؟ این سوالات رو از خودمون بپرسیم و ببینیم چه راهکارهایی میتونیم در قبال این سوالات خوب به مردم بدیم. این که ما چه فعالیتی داریم میکنیم خب سوال خیلی خوبی هستش، ولی یه موضوع رو شما نگاه کنید. خب گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص ایران و یا این تحریم هایی که در رابطه با حقوق بشری روی ایران داره تحمیل میشه، البته رو مردم بیشتر داره تحمیل میشه، این از کجا داره میاد؟ اینه که اپوزیسیون که این کار انجام نمیده، اینو فعالای حقوق بشری دارن اطلاع رسانی میکنن، یه کمیته مثل کمیته روابط عمومی خودم. اسلحه ما قانونه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، سند 23 و حتی قانون اساسی. ما میتونیم با قانون اساسی خودمون مسئول رو زیر سوال ببریم. خب خیلی خوب آقای نریمان حسین نژاد اطلاعات خیلی خوبی دارن در رابطه با چی میگن عزیزانی که تو اون مناطق میشینن. خب خیلی خوبه یه اطلاعیه، یه جلسه با حضور همین عزیزان ما داشته باشیم و درد اینا رو هم بشنویم و هم اونا خب خیلی یه سری راهکار ما میدیم، یه سری راهکار اونا به ما میدن، تبادل نظر میشه و اونا هم میتونن اطلاع رسانی بکنن. ولی این که ما بشینیم هر ماه، خب کشتی سانچی هم بود دیگه، به فراموشی سپرده شد. حادثه پلاسکو بودش، اونم تموم شد. فروش دماوند بودش که اصلا تموم شدش، هیچ یادش نیستش. از این داستان خیلی زیاد هستش. ببخشید من خیلی صحبت کردم، ادامه توی در خدمتتون هستم. ممنونم آقای نوروزی، متشکرم از شما. جناب آقای حسینی نژاد بفرمایید. با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، عرض کنم خدمتتون به آقای کریمی. گفتم موضوع بحث من، موضوع بحث من جنبش مردم آبادان برای آب بود که من سعی کردم که یه اشرافی بدم به کل خوزستان، مشکل موزل آب و گرفتاری های کل مردم، فرق نمی کنه این رو بر. حالا من بیشتر به اون منطقه آشنا هستم، سعی کردم همه رو بگم. جنبش 79 آب، من خودم حضور داشتم اونجا اون موقع. اگر اونو بخواید بدونید که آب یهوی شور شد، اصلا خیلی عجیبه که هیچ کسی هم برنامه‌ریزی نداشت برای این روز. صبح بلند شدیم آب بخوریم، آب اصلا نمیشه خورد، آب دریاست کامل. یکی دو روز گذشت و نه آبی بود و نه تانکر آبی بود و هم چیزی. مردم اومدن اعتراض کردن به فرمانداری، فرمانداری جواب مثبتی نداد. مردم اومدن یه مصارمت‌آمیز اعتراض کردن، تو دو روز طول کشید. توی روز دوم داخل خیابون تو احمد آباد بین یک، ولی من خودم شاهد بودم اصلا معترضا کاری به شکستن مغازه ها و شیشه ها و بانک نداشت، حتی مغازه ها نه بانک روی کار کردن که اونم یه سری آدم، من خودم دیدم شده 20-25 تا بودن از تو فرعی های لینه که اومدن بیرون سمت بانک رفتن زدن شکوندن. یعنی کاملا مشخص بود، تعمدی بود، چون اون جریان خیلی طوفانی یه دفعه شکل گرفت که تمام کسایی که 400 نفر بالغ و 450 نفر رو دستگیر کردن، همه هم نوجوان.
وقتی که اومدن نیروهای امنیتی از اهواز آوردن، چون اصلا کنترل عدس آبادان خارج بود، نمیتونستن کنترلش کنن. یعنی به جرئت بگن دو تا از بچهای همسایه ما رو گرفتن، نون دستشون بود داشتن میمونن خونه، هر کسی رو تو خیابون تو مسیر میدیدن میبردن. اصلا جنبش هم شلوغی هم نبود، تموم شده بود قضیه. اونا فرداش همینجور اومدن تو آبادان آدم بردن. بچه کوچیک قسم میخورد میگفت ما رفتیم اونجا یه بچه رو آوردن توی اهواز بردن، همه آبادان هم نگه ندارن. گفت تو دفتر رئیس نیروی انتظامی یه بچه کوچیک 6 ساله رو آوردن گریه میکرد میگفت مادرم رو میخوام. بعد گفت اینجا چی کار میکنه به سرباز؟ گفته بود اینا با اونا آوردن. گفت آخه این بچه 6 ساله، قسم میخورم من عیناً کسی که اونجا بود اینو برام تعریف کرد. گفت شب بود چشاش خواب آلود بود. ببینید مسائلیه که جوری میخوان ذره چش بگیرن که دیگه واقعا هم تا یکی دو سال هیچ، یعنی چنان فشاری آوردن رو 400 نفر گرفتن. هر کدوم از این 400 نفرا حداقل دو تا همسایه داشت، حداقلش که بخوایم بگیم رابطه هم با کسا 4 تا فامیل داشت. ببین چه حجم از آدمای دربر میگه این وحشته. تا یک سال خورده اینا باید هر ماه میرفتن اهواز رو میومدن اطلاعات سپاه و نمیدونم نیروی انتظامی و اینا امضا میکردن و باشون صحبت میکردن دوباره برمیگشتن. بعد من برسم که گفتم من آبادان فرام، درسته همه جای آبادان، من سیستان بلوچستان واقعا اصلا بیشتر گروم کار دوست دارم بکنم، نگاه میکنم، چون شرایطشون خیلی پیچیده است، حتی پیچیده تر از خوزستانه، واقعا مردم مظلومی هم. ولی من تخصص نه، یعنی تخصص نه، نه هیچ تخمه آدم عامی هم. ولی به جغرافیای اونجا، به روش های اونجا، به سنت های اونجا، به درد های اونجا من آگاهی ندارم. چیزهای ساده رو میتونم بیارم، ولی اگه یه دوستی داریم که مال سیستان بلوچستانه، یه دوستی داریم کردستانیه، یه دوستی داریم تبریزیه، این جریانات کلیدی که ماها خبر نداریم جزئیاتش رو بیا تو حداقل تو صحبتاش میگه آقا اینجوری تو فلان جای نمیدونم کردستان یه اتفاق افتاده، یه اتفاق افتاده، یه جوری شده. حداقل بگه ما اگه یه جای صحبتی میشه، توی یه جای حرفی زده میشه مستند، ما میگه آقا ما مطمئنیم که اینجا فلان جا شده، یه جوری شده، اینجوری شده. بس نیست که جای از جای جدا باشه. یعنی اصلا این بس اینقدر چه زشتی داره که من اصلا اینجا دوست دارم بهش فکر کنم که بگم آقا این اینجاییه، اون اونجاییه، نمیدونم من آبادانی ام فلان. من میگم یه جریاناتی شکل بگیره، بچه‌ها بیایم، منم مثلا بیاید درجه یه مسئله داخل کردستان یا داخل تبریز یا داخل سیستان بلوچستان، هممون میایم صحبت میشه، فرق میکنه. ولی یکیمون باید یاره بچه اونجا باشه یا تو اونجا آشنایی داشته باشه بیاد تخصصی‌تر راجعش صحبت. در هر حال من دوست دارم که یه تأثیری بذاره، ما باید یه راهی رو پیدا کنیم. دوستمون میخواستم راجعه مثلا بهش بگم، گفتش که قانونی ما بینیم صحبت کنیم. بابا جان وکیل تو ایران داره میگیره، بازداشتش میکنه، قانون ما هممون به یک حرف غیر قانونی میزنیم، میگیم بابا آب آشامیدنی و ما رو درست کن، به این حرف کجاش غیر قانونی؟ حالا بند قانون دیگه نقاره یه آدم عامی. آب نمیدونم خونم آتیش گرفته، بریم اونجا آقا آتششان بعد بیاد دیگه، قانونی که نمیاد بگی آقا تجزیه تحلیل کنی که آتیش چجوری به وجود ما شده دیگه گرفته. من نه، منظورم اینه که اون وکیلی، ما وکیلایی میشناسیم تو ایران که اصلا نمیتونن برن مطالبه کنن حق آقا موکلشون رو، میگیرن میکننشون زندان، یه خودش آخرت قانون دیگه. در هر حال این وضعیت خیلی، من دوست دارم فقط بفهمم که چجوری میشه یه کاری کنیم که نتیجه بگیریم، حالا به هر دلیلی سریع نتیجه، من حوصله ندارم زیاد پول بچه، دوست دارم سریع نتیجه بده. آدمای ما دارن از بین میرن، جوانای ما دارن از بین میرن، مردم ما با خدا اینجا آب خوش اگلیمون پای نمیره، خدا شاهده، خدا میدونه یه آب میخوام بخورم، میگم الان اونجا گرم زنگ میزنم مرتب در تماس هستم. خب آدم حالش بد. من نژاد عذرخواهی میکنم، یه ذره زبان طولانی شد، من عذرخواهی میکنم از شما، صحبتاتون رو قطع میکنم. دوستان دیگه هم هستن که نظرات بقیه دوستان هم بشنویم تا به بحث آزادمون هم برسیم، چون کمی طولانی میشه. ممنونم از شما. جناب آقای حمزه زاده بفرمایید، خواهش میکنم. سلام مجدد خدمت دوستان، من سعی میکنم کوتاه بگم. اول تشکر میکنم آقای حسین نژاد بابت این موضوع
و یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم در مورد خشکسالی و کم آبی، اینکه مقصر این اتفاقات توی آبادان 100% دولت تو شکی نیست، ولی خب یه چیزی که میخوام بهش اشاره کنم نقش خود مردمه و فرهنگ سازی. شما الان حسابشو بکنیم، ما که تو آلمانیم داریم میبینیم اینجا که اینقدر آب زیاده، یعنی هر شهری رودخونه داره، باز مردمشون از آب بارون برای گلگیا استفاده میکنن، ولی همین امروز شما تو خود تهران میبینی که یارو داره با آب ماشینشو میشوره. من نمیخوام تقصیر گردن مردم بندازم، ولی خب بی نقش هم نیست، مردم میتونن فرهنگ سازی کنن و کمک کنن به این قضیه، چون داستان خشکسالی چیزی که تو کل دنیاست، فقط به شهر مربوط نمیشه. حالا شما ارومیه رو نگاه کنید که داره کامل خشک میشه و دلیلش مثلا ازدیاد چاهای خیلی عمیق اطرافشه و هیچکس اینا رو نمیگه و همه انگوششون رو میکنن سمت دولت و تقصیر گردن خودشون میندازن اونور و راحت میشینن. و در جواب این دوستمون که گفتن چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم، چطور میتونیم یه کاری کنیم که بهتر شه، فکر میکنم یه قسمتش هم همینه که بتونیم واقعا فرهنگ سازی کنیم بین خانواده، حتی بین فرزندا، که آقا از الان شما باید حواستون به آب باشه، جوری دیگه با آب برخورد کنید. من خودم شاهدم همین روزها، تو همین روزها مردم هستن که با آب شیرین ماشینشون رو میشونن و وقتی ما که اینجا اینا رو دیدیم بهشون میگیم با یه حالت مسخره که تمسخر میکنن که شما رفتی اروپایی شدی یا همچین چیزی. و فکر میکنم یه خورده روی این موضوع هم بیشتر کار کنیم، هر کسی تو فامیل خودش، تو آشنای خودش، بد نباشه. ممنونم. من مایکرام. ممنونم آقای حمزه‌زاده از شما. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم. مایکتون بازه جناب آقای شایگان، بفرمایید. بله، خیلی ممنون از همه دوستان، درود مجدد. از بحث آخری شروع کنم که مصرف آب، بله خیلی مهمه که فرهنگ سازی بشه، ولی مصرف آب خانوار داخل ایران 7%، یعنی 37%ش بخش کشاورزی میره و 60%ش بخش صنعتی. بنابراین دولت مقصر 100% کم آبی تو ایرانه. بله خشکسالی در همه جای دنیا هست، ما باید فرهنگ سازی کنیم، آبو کمتر مصرف کنیم، همه اینا درسته. اما در مورد موضوع راهکار، ببینید ما، بله همونجور که شما گفتین، ما وظیفه‌مون اطلاع رسانی و روشنگریه، ما فقط میتونیم اطلاع رسانی کنیم. اما چه عاملی باعث میشه که زودتر به نتیجه برسه؟ به نظر من اتحاد داشتنه. اینکه اگر امروز فرهنگیان اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن، اون روزی ما برنده ایم که کارگر در حمایت از فرهنگی، فرهنگی در حمایت از کشاورز، کشاورز در حمایت از بازاری، بازاری در حمایت از غیر و ذالک، در حمایت از همدیگه اعتراضاتمون، اعتصاباتمون به هم پیوسته بشه. ما زمانی میتونیم موفق بشیم که اتحاد داشته باشیم و تمام شهرها رو در بر بگیریم. اینکه مثلا امروز اگر در تهران یا در آبادان یا هر جای دیگه ای اعتراضی میشه، مردم تبریز بگن به ما چه ربطی داره، چون فلان روز فلان کارو نکردن، اونا بر ما هم نمی کنیم. یا تو سرندج به همین ترتیب، یا تو خراسان به همین ترتیب. نه، ما همه شهرهامون باید با هم پیوسته باشه و همه پشت سر هم دیگه باشیم، پشت هم دیگه باشیم، اتحاد داشته. در مورد موارد قانونی هم که آقای نوروزی فرمودن، بله خیلی خوبه که آدم قانون اساسی کشورشو بدونه، ولی زمانی که با یک دولت نرمال سرکار داشتیم، ما با یک دولت نرمال سرکار نداریم، اینجا بلژیک نیستش یا هلند یا آلمان نیستش، اونجا جمهوری اسلامیه، اونجا چیزی به نام قانون وجود نداره. شما هر چقدر در مواد قانون، همینطور که آقای چیز گفتش، وکیل رو وقتی دستگیر میکنن شما نمیتونی با قانون صحبت کنی باشون. در ضمن اینکه هیچ کدوم از این اعتراضاتی که صورت گرفته منشأ آشوبش مردم نبودن و قطعا نیروهای امنیتی بودن. خیلی ممنونم و مایکرو میکنم. سپاسگزارم از شما جناب آقای شایگان و دیگر دوستان که در این بحث شرکت کردن. به سراغ بخش بعدی ما میریم. بخش بعدی ما بحث آزاده و بحث آزاد امروزمون با موضوع بردهداری ممنوع. بردگی و داد و ستد انسان‌ها به عنوان برده در زمانی خب بسیار مرسوم بوده و میشه گفت حتی قانونی بوده، اما
این موضوع به تدریج در جامعه بین المللی غیر قانونی شناخته شده و این موضوع تبدیل شده به یکی از مهمترین حقوق بنیادی انسان ها که کشورها ملزم به رعایت اون شدن. همونطور که همگی هم میدونیم توی ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به ممنوعیت بردگی انسان ها پرداخته شده. اما امروزه با اینکه کشورها باید این موضوع رو مهم بدونن و سیاست های کشورها باید در جهت از بین بردن هرچی بیشتر این موضوع باشه، اما خب همگی میبینیم که به نوعی این موضوع فقط تغییر اسم داده و هنوز انسان‌های بسیاری توی جوامع مختلفی درگیر این موضوع هستن. امروز ما با موضوعی به نام بردهداری نوین روبرو هستیم که خب سازمان ملل بردهداری نوین رو به این شکل تعریف میکنه: بردگی برای پرداخت بدهی، نظام‌های ارباب و رعیتی، کار اجباری و قاچاق انسان رو بردهداری نوین می‌نامند که خب تمامی موضوعات بالا رو تا حدودی در بعضی از کشورها میتونیم ببینیم. اما توی ایران این وضعیت خب به مراتب بدتره و حتی میتونیم بگیم که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران خودش به نوعی به این موضوعات توی کشور دامن میزنه و طبق آماری که وجود داره جمهوری اسلامی کمترین اقدام و مبارزه رو با موضوع بردهداری نوین انجام میده. در سطح کشور حتما همگی دیدیم که بسیاری از خانواده‌ها برای پرداخت بدهی‌هاشون فرزندان خودشون رو یا برای ازدواج و یا برای کار می‌فروشن. بسیاری از افرادی که فروخته میشن هنوز کودکن که اونهایی که برای کار فروخته میشن اغلب موجب مجبور به انجام کارهای سخت و طاقت فرسای ساختمونی، گدایی و یا خدماتی میشن که همون درآمد اندک هم به دستشون نمیرسه و بسیاری از اونها توسط خریداران قبلی خودشون به باندهای قاچاق انسان فروخته میشن که اغلب برای قاچاق اعضای بدن از اونها استفاده میکنن. اغلب دختران هم برای بردگی جنسی مورد سوء استفاده قرار میگیرن که در همین یه مورد من اگه نخوام بقیه نقضایی که اتفاق میفته رو بهش اشاره کنم باید بگم شاهد نقض گسترده در موضوع بردهداری هستیم که خب جمهوری اسلامی هم هیچ تدبیر و هیچ راه حلی برای جلوگیری از پیش اومدن این موضوعات انجام نداده و نمیده. موضوع دیگه که از نظر من نوعی بردهداری در دنیای مدرن امروزی محسوب میشه و در حال اتفاق افتادن حقوق کارگرانه. کارگران توی ایران کمترین خدمات رو دریافت میکنن در برابر کاری بسیار سخت و طاقت فرسا. انجام کار برای ساعت‌های طولانی، نداشتن هیچ گونه مزایای شغلی و حتی نداشتن امنیت شغلی. مبلغی رو دریافت می‌کنن که حتی اسمش نمیشه حقوق گذاشت. که خب مقصران اصلی توی این زمینه هر نظر من اول دولت‌ها هستن و بعد کارفرما. کارفرما چون می‌بینه که هیچ نظارتی از سوی دولت‌ها وجود نداره، از این موقعیت سوء استفاده می‌کنه و برای سود خودش حقوق این افراد رو پایمال می‌کنه. و این کارگران برای همین درآمد بسیار کم هم مجبور هستن به این کار تن بدن و همین اجباری بودنه که در این مورد رو هم در دسته بردهداری قرار میده. اما شما دوستان عزیز، همکاران گرامی، در دنیای امروزی بردهداری رو در چه مواردی میبینید؟ حتما موضوعات خیلی زیادی توی این بحث وجود داره که خوشحال میشیم نظرات شما، نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید. همینطور شما دوستان عزیز این نوع از بردهداری توی خیلی از کشورها علتش رو در واقع علت این نوع از بردهداری توی خیلی از کشورها و مهمتر از همه توی کشور خودمون ایران چی میدونید؟ به چه دلیل میونه؟ برای چی دولت‌ها ریشه‌کن نمی‌کنن، برطرف نمی‌کنن این موضوع رو؟ دوستان من صحبتامو کوتاه می‌کنم اینجا تا نظرات شما دوستان رو بشنویم. دوستان و همکاران عزیزی که تمایل دارن در این بحث بردهداری شرکت کنن خوشحال میشیم که با یک علامت دست بنده رو راهنمایی کنن تا مایک رو در اختیارشون بذارن. همکاران گرامی، بحث آزادمون در رابطه با بحث بردهداریه که متاسفانه داریم میبینیم الان توی جامعهمون روز به روز داره بیشتر میشه. بردهداری که الان شکل جدیدی به خودش گرفته، الان مثل سابق نیست که حالا از برده ما اون چیزی که توی ذهنمون بوده در واقع نسبت به برده وجود داشته باشه. الان
موارد دیگه هست که به عنوان بردهداری در واقع الان شناخته میشه و اونم اینه که افراد رو برای یک درآمد ناچیز مجبور به انجام کارهایی میکنن که طرف واقعا هیچ تمایلی نداره اون کار انجام بده یا مجبور میشه اون کار انجام بده. از دوستان بله جناب آقای حمزه‌زاده بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام مجدد میکنم. به نظر من بردهداری علت یکی از علتاش میتونه اختلاف طبقاتی و چطور بگم اختلاف مالی باشه، یعنی شکاف مالی که بین اقشار جامعه پیش میاد. کسایی که خیلی پول دارن برای اینکه مثلا به کارشون برسن میان از قشر ضعیف سوء استفاده میکنن. حالا چیزی که خود من شاهد بودم تو ایران افغانی هایی بود که یعنی تو اونجا کار میکردن توی حالا میدون یا هر جایی و شما میرفتین اطراف شهرها توی این قسمت ویلایی یا اون قسمت هایی که حالات لاکچری داره، قشنگ به وضوح میتونستیم ببینید که افغان تبارها اونجا داره ازشون سوء استفاده میشه و به عنوان واقعا یه برده ازشون استفاده میکنن توی هر کاری و تنها دلیلش اینه که طرف حالا شناسنامه نداره یا اینکه پشتش به جای گرم نیست و مجبور این کار انجام بده. اون چیزی که من خودم لمسش کردم و دیدم این مورد بود که خواستم بهتون بگم. ممنون از شما. بله اون بحث سوء استفاده ای که متاسفانه خیلی از کارفرماها میان در قبال افرادی این کار رو انجام میدن که میدونن اون طرف دستش به جایی بند نیست، نمیتونه اعتراض بکنه، نمیتونه جایی شکایت بکنه، نمیتونه حقش از جایی بگیره و این موضوع خب هممون به چشمون دیدیم که زیاد اتفاق افتاده و الان نه بحث فقط برای افغان‌ها که توی کشور دارن کار میکنن، برای مردم خود ایران کارگرانی که جایی استخدام میشن کار میکنن به امید کسب درآمد، به امید که بتونن یه شغلی داشته باشن، ولی میبینیم که آخر ماه که میشه اون کارفرما به جایی که حقوقشو بیاد، حقوقی که توی قراردادش نوشته شده، یعنی خودش اونو نوشته داده امضا کرده، به جایی که بیاد به اون پایبند باشه میاد حق و حقوق اون کارگر رو نمیده یا کم میده. چرا؟ برای که میدونه اون کارگر به اون شغل نیاز داره، میدونه اگه از اونجا بره بیرون دیگه جایی ممکنه شغلی پیدا نکنه و همین هم هست واقعا. به خاطر نبود شغل اون کارگر با اینکه میدونه کارفرما داره حقش رو ضایع میکنه، پولش رو نمیده یا خیلی کم میده، ولی مجبور اون کارو انجام بده و متاسفانه سوء استفاده ای که داره اتفاق میفته. جناب آقای حسینی نژاد بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. زنده باشید. با درود به مجدد خدمت همکاران عزیز. مقوله بردهداری ما حالا ایران که اصلا بحثش جداست که اصلا هیچ قانونی نداره و تعمدن هم این کار میکنه به خاطر کنترل بهتر آدم ها و برداری بیشتر از آدم ها، یعنی هر جای دنیا همین آلمان هم دقیقا همین کار رو در قبال بخشی از پناهجوها انجام میده، یعنی نه بخشی، کلا همشون. به نظر من چون چیزی که دارم میبینم تو طیف خودمون دوستامون یا دارن کار میکنن، هرگز اون حق و حقوقی که قانون وضع میکنه میگه شما به خاطر اینکه جواب نداری باید این مسئله، آقا انسان که دیگه جواب و مواب نمیخواد، که بحث انسانیت تو دنیای مدرن که دیگه مسئله اینقدر شما اقامت داری یا نداری یا مثلا فلانی که تو نمیتونی حقوق و دستمزد شرایط کمتر باشه از یه کسی که مثلا اینجا نصف تو داره کار میکنه، کمتر از تو داره کار میکنه، حقوق مزایش بیشتره. متاسفانه به بعضی هم که میگه آقا اینا کشور خودشون، آقا ما بحث انسانی داریم میکنیم، فراتر از مرز هاست. مثلا این بحث سوء استفاده چیز قانون، من اتفاقا با این مسئول جاب سنتر رو رفتم صحبت کردم، گفت قانون، گفتم این حرف خنده داره وقتی میزنید قانون بس از قانون میکنید، خیلی قانون هم بوده اصلا عجیب غریب بوده، همین قانون برداری من گفتم، گفتم قانونی بوده و اجرا، چون قانون بوده کار درستیه؟ نه نمیتونه باشه. توی بعضی از ایدئولوژی هم قانونایی هست اکثرشون که اصلا غیر انسانیه، ولی چون اسم قانون روشه که نمیشه بگی درسته. تو جمهوری اسلامی میگه آقا قانونی حجاب قانونیه، آقا قانون چیه؟ چه ربطی داره؟ مثلا انسانیه، مثلا اون بهره، اون چیزی که ما مد نظرمونه. به خاطر اینه تو ایران این مسئله پیش میاد که مطالبات مردم دوباره بیشتر میشه. وقتی که یه جامعه
بتونه به حق و حقوق ابتدایی خودش واقف بشه و برسه، به طور طبیعی مطالبات دیگه هم داره و این خیلی برای حکومتهایی که کسایی که دارن گردانندی یه جریانی هستن خطرناکه. یعنی چون دیرازود میشه که اونا هم پایین کشه یا همسط اونا، چون دیگه بر اساس لیاقت هاست که آدم ها خودشون نشون میدن، جایگاهشون مشخص میشه. اینه که این سیستم بردهداری رو درست کردن. میگم من حالا بیشتر اصلا ایران یه بخش درست اون که دیگه اصلا خیلی مشهوده، ما توی کشوری دارم صحبت میکنم که بحث از قانون و مدرنی و فلان، من این صحبت رو همه با این یارو مسئول کردم، یه پسر جوانی همسن خودمونم، گفتم تمام این کارهای شما غیر قانونیه به نظر من و یه اصلا یه جوری بردهداری با نخهای نامرئی شما دارید آدما رو ازشون بیگاری میکشید و ایشون سوء استفاده میکنه، که هیچ جوابی هم نداشت من بده. واقعا این خیلی مشهوده، شما میبینید اینجا حتی نمیدونم بچه‌ها الان اکثر آلمان هم خیلی ها شاید کار کرده باشن دیده باشن، شما با یه آلمانی برابر نیستید، برای چه دلیلی داره؟ ما کجا میشه اعتراض کنیم؟ وقتی هم میگید میگه آقا همین قانون اینجا گفته، قانون که قانون کی باید؟ حالا ما تو کشور خودمون میگیم آقا جواب ما نمیدن، نمیتونیم حقمونه بگیریم، باید کشته بشیم. اینجا که دیگه کشته مشته نمیخوایم بشیم، اینجا باید چی کار کنیم؟ آقا بچه هایی که الان در حقشون داره اچاف میشه کم نیستن، هممون کسایی هم که شاید کانونا باشن خیلی ها باشن که داره بهشون اچاف میشه، 12 ساعت 14 ساعت کار میکنه دستمزدش نمیدن بشه. یعنی کسی که آلمانی که میگه 7 ساعت 8 ساعت کار میکنه، کار مفیدش 3 ساعت هم نیست. من به وضوح دیدم اینجا، همین هر موقع دوستم داشتین بیاین شهرمون نشونتون میدم تو همین بندری که کار میکنم، ببینید چجوری از برید نگاه کنید ببین کیا دارن کار میکنن، چجوری کار میکنن، هزینهاشون. یک سال هم نشدهش، بعد 6 ماه 3 ماه اخراجشون میکنن دوباره میگیرنشون. بحث اینه که ما باید چی کار کنیم؟ ما این چیزها رو خیلی چیزها رو میدونیم، ولی چجوری ما میتونیم منسجم باشیم؟ چجوری میتونیم حداقل حق یه نفره بگیریم توی آلمان؟ خودم که بحث خودم نیست و خدای نکرده یه بار فکر نکنیم، من مسئله رفتاریش اذیتم میکنه ولی هیچ چیز دیگه اذیتم نمیکنه. خدا میدونه نه اهمیتی به قبولیش میدم نه به فلان، به هیچ چیش برام مهم نیست. به خودشون هم اینجا هم گفتم، گفتم می نویسم امضا میکنم آقا من دو هیچی ازتون نمیخوام، فقط مثل انسان با مردم رفتار کنیم، مثل با ما رفتار کنیم. ولی ما اینو برام جالب بود، یعنی میشه مثلا یه چیزی یه سیستمی شکل بگیری که حق یه نفر از بچه‌ای که پناهجو اینجا بره یعنی مطالبه کنه و گرفته بشه با تسلطی رو قانونی که داریم، با تسلطی که مثلا امکاناتی که اینجا هست، آیا شدنیه؟ و من میخوام بدونم که آیا این بردهداری هست، بچه‌ها بهم بگن، دوستان عزیز بگن که آیا این بردهداری هست به این شکل یا نیست، یا مثلا یه قانون گفته که نه چون تو مهاجری باید مثلا ساعتی فرض ببخشید ساعتی 10 یا 12 رو بگی تا اونم باز 4 تا بند و ماده بهش میزنه میره همون 1300 400 یورو تو میکنه 1000 یورو 800 یورو و این توضیحه. ولی تو یه آلمانی باشی اینجا یه سنتی یه ثانیه‌ای نمیتونه بیشتر وای نمیسه، همه کسایی که کار کردن میدونن یک ثانیه وای نمیسه، اگه یه دقیقه وایساد یه دقیقهشو میذاره. برای ما خنده داره، اینا به این رشد بلوغ فکری رسیدن دیگه، نمیذارن یعنی همین یه دقیقه رو نمیذارن اچاف بشه بشون، چون میدونه از اون بر مطالبات اون بیشتر میشه. ولی مهاجرا مثلا بهش میگه آقا یه ساعت دیگه نیم ساعت دیگه وای میسی، بار اول وای میسه، فردا پس فردا بهش میگه 2 ساعت 1 ساعت دیگه میگه با یواش یواش. میبینید این بلوغ فکری خیلی مهمه، ما چی میتونیم درست کنیم، چه جوری میتونیم فرهنگ سازی رو اینجا ایجاد کنیم، اطلاع رسانی اینجا ایجاد. مرسی دستور آقای ممنونم از شما آقای حسین نژاد. البته خب اینجا من چیزی که حالا دیدم واقعا هر کاری انجام میشه در چارچوب قانونه، یعنی هیچ کسی نمیاد که خلاف قانون واقعا کاری بکنه، یا حداقل من ندیدم اینجا کسی خلاف قانون بیاد یه کاری یا عملی انجام بده. هر کاری انجام میشه طبق قانون و طبق اون قرارداد کاری که امضا میکنید و یه نسخهش خب دست شماست، یه نسخه دست کارفرما و طبق اون پرداخت میشه و ندیدم من واقعا اینجا چیزی کم و زیاد بشه، چون از اون طرف یه ارگان دیگه هست به عنوان اداره مالیات
که از یه سنتی خودش نمیگذره. یعنی شما هرچی از این طرف حقوقت پایین‌تر بشه، کارفرما بخواد حقوق شما رو نده، انگار از خود اداره مالیات دزدیده، چون از اون طرف شما مالیات کمتری پرداخت می‌کنید. بنابراین من این نکته رو اینجا ندیدم، چون من هرچی دیدم در واقع طبق بند قرارداد و طبق قانون پرداخت شده و هیچ اتفاقی نیفتاده، مگر اینکه حالا تو بستن اون قرارداد یا اون شرکتی که شما دارید باش قرارداد می‌بندید، خب همون ابتدای کار در واقع درست قرارداد ننوشته باشید، همونجوری که خودتون هم دارید میگید آلمانی که اونجا داره کار میکنه یک ثانیه اضافه تر نمیسته، برای که توی قراردادش نوشته شده 8 ساعت نیم ساعت پازه تمام، غیر از اون نه اون میذاره نیم ساعتش بشه 31 دقیقه پازه، نه آلمانی 8 ساعت کارش میشه بذاره 8 ساعت 1 دقیقه، هر کسی کار خودش انجام میده و به نظر من این خیلی بهتره، چون قشنگ همه چیز سر به روال خودش در واقع کار میکنه و یه جوری میشه گفت سنگ روی سنگ اینجوری بند میشه و همه چی به خوبی پیش میره، یعنی هم کارفرما راضیه هم کسی که کارگر در واقع. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود مجدد. ما در مورد بردهداری فکر کنم که دو تا مقوله داشتیم قبلا، بردهداری به شیوه سنتی بود که شما هم اشاره کردید که قدیم بود دوره آپارتاید، بعد از اون تو قرن اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 گفتن که بردهداری نوین رو آورده شده، یعنی اون بردهداری سنتی به کل از بین رفته. من فکر می‌کنم در حال حاضر ما یک بردهداری مدرن داریم تو کل جهان که اونم بردهداری تکنولوژیکیه به نظر من، چون می‌دونید که دنیا تکنولوژیه. همین که فرض کنید تمام مردم جهان تو هر گوشه‌ای قدرت‌های جهانی میدونن که فرض بفرمایید افرادی که تو خاورمیانه هستن چه نوع نگرشی دارن، چرا؟ چون همه این افراد از طریق گوگل یا یوتیوب یا اپلیکیشن‌های به این شکل سرچ میکنن و نوع نگرش این مردم دستشون میاد قدرت جهانی و بر اساس اون خواسته هایی که اونا تو گوگل یا تو یوتیوب یا هر جای دیگه دنبالش میکنن، جستجو میکنن، بر اساس اون میان خواسته هایی که اونا دارن رو به یک شکلی بهشون میفروشن با یک قیمت گزاف. به نظر من در حال حاضر یک بردهداری نوین توی دنیا وجود داره، اونم بردهداری تکنولوژیکی که همین یه نمونه خیلی خیلی کوچیکش موبایلیه که دست هممون هست، بدون موبایل واقعا نمیتونیم زندگی کنیم هیچ کدوممون، فکر کنم در واقع هیچ کدوممون نمیتونیم زندگی کنیم و این به نظر من به نوعی بردهداریه. ممنونم. ممنونم جناب آقای شایگان از شما. جناب آقای طایف بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. بله ممنونم. درود بر شما و همه دوستان عزیز. من سعید طایف هستم از فرانکفورت آلمان، بعد عضو جدید هستم، فعلا یه هفته کلاس رو گذروندم، بعد هفته بعد تموم بشه با امید خدا، چون خودم اهل تبریزم و این مشکلاتی که در رابطه با ملل‌ها و اقوام ایرانی هست حس کردم و خیلی مایلم که تو این کمیته شرکت کنم و عضو بشم. و یه گریز کوچیکی میزنم به بحث قبلی که آقای حمزه‌زاده گفت، من خواستم صحبت کنم فرصت نشد، که فرهنگسازی آب بود، واقعا همینطوره، ولی وقتی به نظر من توی خونه پدر دزده و بچه‌ها هم هر چقدر بخوام خوبی کنم میگن که آقا اصلا صرف نمیکنه، وقتی این داره دزدی میکنه بذار منم همین کارو بکنم. وقتی تو این مملکت ما هر چقدر صرفه‌جویی میکنیم میبینیم که نه دیگه از اون ور داره سرریز میشه به کشورهای همسایه، بعد ما میگیم خب ما که میخوایم اینجا بمیریم، ما که دیگه به دستمون نمیشه، بذار منم اسراف کنم. سال 1380 من رفتم باکو آذربایجان، باور کنید 9:30 شب تو کوچه نمیتونستی راه بری، اونقدر تاریک بود، اصلا چراغی لامپی تو نخجوان که اونجا هم مرز ماست تو باکو هیچی نبود. تا ارمنستان الان داره برق میره، تا باکو، تا آذربایجان، همه جا. وقتی من میبینم وقتی من صرفه‌جویی میکنم داره میفروشه و پولش هم میخوره، میگم آقا چراغا رو روشن کن، پولش هم میدم، اصلا از دزدی میکنم، همه برق دزدی میکشن و مسائل دیگه. حالا خب نمیخوام اینو بیشتر توضیح بدم، حالا خارج از بحثه،
در رابطه با بردهداری به نظر من، من خیلی وقت پیش حالا صحبت میکردم باشم، گفتم بردهداری نوین شروع شده و خیلی وقت شروع شده. جنگ آلمان که در سوریه، که همه کشورها کمک کردن سوریه رو اینطوری کردن، در واقع بردهداری نوین از نظر من. چرا؟ چون کشور آلمان نیروی کار نیاز داره، میخواد نیروی کار رو بیاره اینجا، باید التماس کنه اینجا، باید هزینه بده، بعد قوانین رو بذاره، بعد یکی هم کسی هم کار نکرد بگه آقا دعوت کرده بود اومدن واسه کار، اینا رو مطالبه کنه. ولی میاد چی کار میکنه؟ میاد با دولهای غربی، با قدرت ها ساخت و پاخت میکنه، یکی نفت رو برمیداره، یکی کشورش رو برمیداره، یکی معادن دیگر رو برمیداره، آلمان هم نیروی کار رو برمیداره. الان همین بردهداری دوباره داره تو اوکراین دوباره تکرار میشه. چرا؟ چون دوباره آلمان نیروی کار میخواد. چی کار کنه که من بیام التماس کنم، یه انگم به خودم بزنم که آقا من اونجا داشتم فلان کارو میکردم، جمهوری اسلامی سوریه فلان فلان میخواست منو بکشه، من آدم سیاسی ام، من آدم مذهبی ام، من هزار تا کار کردم. در واقع شاید میدونی خودتونم 90% ایرانی اصلا مشکلی شاید نداره، ولی چیکار کرده که من بیام به خودم یه انگ دزدی و سیاسی و مذهبی بزنم که واسه این کار کنم و التماسم کنم که بذار من برده تو بشم. اینا همش سیاستایی که دارن اجرا میکنن. مثلا دوست عزیزمون گفت که تو گوگل سرچ میکنم میبینم که بله همه تمایل دارن برن، چه بهتر، ما هم از اینها به عنوان برده استفاده میکنیم. و تو کشور خودمون خب لزومی نداره فقط راجع به دولت ها و ارگان ها صحبت کنیم، بردهداری از همون خونه ما آغاز میشه، از همون خانواده ما آغاز میشه. من یادم بچه بودم، دایی من تو شهر تبریز انتشاراتی داشت، میرفتم مغازش کار میکردم، هر موقع از اداره بیمه میومد به من میگفت بگو خواهرزادشم، بعد من نمیخوام هزینه بیمه بدم. منم خب بچه بودم 13-14 سالم، خب به نفع داییم باید صحبت کنم، در حالی که اگه منو به موقع بیمه میکرد من تو سن 38 سالگی 40 سالگی بازنشست میشدم. چرا؟ چون منو دست زیر دست خودش برده کرده بود. و از همینجا شما ببینید، یکی که تو خانواده رحم نمیکنه واسه خواهرزاده خودش، واسه پسر خودش، واسه همسایه خودش رحم نمیکنه، به خاطر پول و اونا رو به بردهداری وامی داره. خب وقتی دولت ها میان، وقتی ارگان بزرگ میشه، دولت میاد، سیاستمدارا میاد، اینها به هیچ عنوان رحم نمیکنن. یعنی خیلی مثال ها هست تو ذهنم. در خانواده ما مثلا پدرم واقعا مثلا اون خونه ای که ساخته بودیم میومد تو حیات، میدید که مثلا مورچه ها لونه کردن، یه خیلی مقدار مورچه داره از زمین بیرون میاد، نفت و میریخ رو مورچه ها، میگفت که اینا میرن پی ساختمون رو میخورن، بذار اینا نابود بشن، یه سیمان هم بکشم اینجا. ما انسان ها دقیقا واسه این دولت مردا همچین چیزی هستیم که اینطوری دارن تو اوکراین میکشن، تو جنگ ایران این همه کشتن، تو جنگ سوریه این همه میکشن، همه انسان هست. و اینکه اینا ما رو دارن به بردهداری میکشن. راجع به کشور آلمان هم یه چیز بگم، زیاد وقتتون رو نگیرم. اینجا یه شرکت هایی هستن به نام لایفیدما، اونایی که دوستان که تو آلمان هستن میدونن. یعنی انسان ها رو وقتی ماها میریم دنبال کار، شرکت اصلی به من کار نمیده، یک نفر یه فیلمایی باز کرده لایفیدما، یعنی تو رو اجاره میده. شما میری اونجا میگی آقا من میخوام کار کنم، میگه بله من 10 تا سوپرمارکت زیر دستم دارم، میتونم شما رو بفرستم اونجا کار کنی. منو به عنوان برده میفرسته با اون شرکت ها و از وسط 3-4 یورو ساعتی پول میگیره. اینجا هم هست، ولی خب اینها بلدن، قانون ها رو نوشتن، طبق قانون دارن عمل میکنن. بله ایشون فرمودن که طبق قانون همه چی عمل میشه، ولی زیر ساخت های قانونشون رو ببینیم، واقعا دارن از انسان ها به عنوان برده استفاده میکنن. مرسی بخیر. سپاسگزارم جناب آقای طایف. البته من تا حدودی با در واقع صحبت‌های شما مخالفم و در رابطه با اون صحبتی که فرمودید خیلی مشکل ندارم و واقعا اینجا هستن و این به نظر من واقعا اجحاف در حق این همه زندانی سیاسی که حداقل توی کشورمون داریم. می‌بینیم چه مشکلاتی الان داریم توی کشورمون، چه خفقانی بر جامعه حاکمه، چه آدمایی هستن که الان توی زندان یا از کشور خودشون مجبور به فرار شدن.
در واقع میشه گفت اکثر کسانی که الان در خارج از کشور هستن همه به نوعی مشکل دارن و یعنی کی حاضر وطن خودش و کشور خودش و زادگاه خودش رو ول کنه و بره یک کشور دیگه زندگی کنه با یک فرهنگ متفاوت، با یک زبان متفاوت، با کلی مشکلات خیلی زیاد. فکر نمی کنم هیچ انسانی حاضر بشه همچی کاری بکنه. این کار عاقلانه ای اصلا نیست و قطعا هر کسی که از کشور خودش تبعید میشه و مهاجرت میکنه مجبور به این کار میشه. و اول صحبت هم عرض کردم این همه زندانی سیاسی که الان توی کشور هستین داریم که فقط و فقط به خاطر مطالبه گری، فقط به خاطر خواستن حق خودشون، یعنی چیز نابجا یا نابحقی نخواستن، حقشون رو خواستن، الان میبینیم توی زندانه حبسای طولانی مدت گرفتن یا خیلی هاشون اعدام شدن، شکنجه شدن و خیلی اتفاقات دیگه. پس واقعا این اتفاقات داره توی کشور هم میافته و همه ما میدونیم الان حداقل اون نظامی که الان حاکمه توی ایران، اون اسمش جمهوری اسلامی ایرانه ولی واقعا یه نظام دیکتاتوریه که داره حکومت میکنه توی ایران، واقعا خون همه مردم توی شیشه کرده. فکر نمی‌کنم بر کسی الان پوشیده باشه این مسئله، همه اینو میدونن. ولی خب خیلیا حداقل از که خارج از کشورن شاید خودشونو در واقع به اون راه میزنن که خیلی این مسئله رو قبول نکنن. و در رابطه با یه بحث دیگه هم که فرمودید، حالا چون فلان دارن نمیدونم برقو میفرستن یا مثلا پدرم داره دزدی میکنه پس منم دزدی میکنم، اینم به نظر من واقعا قبول ندارم این مسئله، چون ما اینجا هستیم که همدیگر آگاه کنیم و یک اولین در واقع هدفمون اینه که خودمون آگاه بشیم. یعنی من هر کاری میخوام شروع بکنم اگه بخوام بگم همسایم تو فلان کارو نکن، اول باید خودم نکنم، یعنی خودم نباید دزدی بکنم که همسایم با خودش اجازه نده دزدی کنه، خودم نباید اسراف کنم که همسایم با خودش اجازه نده اسراف کنه و بقیه مسائل فرقی نمیکنه. در بحث این بردهداری و استخدام و کارفرما و کارگری که قبل صحبتام گفتم همینه دیگه، یعنی من خودم نباید به خودم اجازه بدم که یک نفر رو استخدام بکنم که بخوام حقش رو پایمال کنم، در حقش اجحاف بکنم که اون شخصم نره یک نفر دیگر رو این کارو انجام بده در قبالش. چرا؟ چون من در حقی ظلم کردم. اینجوری میشیم ما هم جمهوری اسلامی دیگه، فرقی با اون نداریم به نظر من. پس هر کسی به نظر من اول باید از خودش شروع بکنه و بعد انتظار داشته باشه که بقیه جامعه همین رویه رو پیش بگیرن. جناب آقای بلوردی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. ممنونم از شما جناب ناصری. بله منم با آقای ناصری کاملا موافقم، واقعا متعجبم بعضی از دوستان یه حرفایی میزنن. من احساس میکنم ما الان تو عربستان سعودی هستیم نه تو آلمان. دوستان یه مقدار تو صحبت هامون الان دوستانی عزیزی اینجا هستن که خودشون کار میکنن، آسپیلون گذروندن، آیا واقعا این دوست عزیزمون که این حرفا رو میزد مثلا جواب قبولی آلمانو داشتم این چیزا رو میگفت؟ ببینید اینجا یه سری قوانین هست. آلمان هم فکر نمیکنم برای کسی دعوتنامه فرستاده باشه یا کسی رو برده کرده باشه. دوستان سوریه رو مثال زدن، یه حکومت تروریستی که حکومت سوریه بود مردم خودشون میکشت با یه مش تروریست دیگه درگیر شده بود، اینو که هممون قبول داریم و مردم آواره شدن، یک کشور اروپایی هم قبول کردن این مردم رو بپذیرن. حالا یه سری ها ادغام شدن، مثلا من خودم دوستان اینجا دست خودم مثال نمیزنم که با مدارک مثلا خیلی خوبی اومدن هر چیزی و دانشگاه تحصیل کردن، حتی هزینه اینترنتشون رو دانشگاه میداد، حتی هزینه خوابگاهشون رو دانشگاه آلمان میداد، زبان آلمانی بلد نبودن به زبان انگلیسی رفتن پذیرش شدن، 6 ماه دوره زبان خود دانشگاه براشون گذاشت. ببینید ما نمیدونم این اطلاعات شما کجا میدونم، من خودم توی هامبورگ سال 2000 و اواخر 2019 یکی از همین فیرماهایی که شما گفتین، من برای لیفری رفتم، دوستان میدونه حالا لیفری یا رانندگی، برای من ساعتی 12:50 تا 6 ماه قرارداد بست، ساعتی 12:50 همون کارا آمازون که یه شرکت بزرگ و بین‌المللیه برای من زد 10:75. شما میتونید اینا سرچ کنید تو اینترنت. من نمیدونم این شرکت هایی که شما میگیرم که زور که نکردن کسیو. واقعا اینجا ما اصلا تعجبم، ما یه پلیسی داریم به اسم زول پلیسای تو آلمان که از بالاترین ارکان جامعه تا پایین‌ترینش رو اسم این پلیس رو میشنون اصلا
حالشون دگرگون میشه. یعنی این مالیات انقدر مهمه توی آلمان که کسی به خودش اجازه نمیده. شما امکان نداره بتونین پیش یه آلمانی یک ساعت سیاه کار بکنی یا یک ساعت غیرقانونی کار بکنی. یعنی میلیارد به یه آلمانی بدین حاضر نیستی همچی کاری بکنه به خاطر یک ریال مالیات. این کشور یعنی یکی از آزادترین دموکراسی‌های دنیاست. ما چرا اصلا اکثر پناهجو میان سمت آلمان؟ به خاطری که اینجا قانون حکومت میکنه. ما نه مثلا بگیم 90% ایرانی‌ها هیچ مشکلی نداشتن. اگه مشکلی نداشتن چرا همه سختی رو به جون خریدن؟ چقدر ایرانی تو یونان از ترکیه به یونان تو قایق غرق میشن؟ چقدر خانواده‌های عزیز ایرانی از دست میرن؟ خب اینا مثلا اینجا تفریح بوده، هالیدی بوده، می‌خواستن بیان اینجا جشن بگیرن. نمیدونم واقعا این حرفا از کجا میاد. بعدش هم بردهداری، شما یه قراردادی میذارن جلوتون، شما میتونی امضا نکنی. تو آلمان کسی کار و کاری کسی نداره واقعا. شما یه آسپیلونگ اینجا التماس میکنن، بعضی از آسپیلونگ‌ها واقعا التماستون میکنن. من واقعا متعجبم. اگه دوستان اگه اطلاعاتی میخوان من براشون میتونم بفرستم، اگه واقعا مشکلی برای کار آسپیلونگ دارن. بعد شما ببینید یه پرستار تو ایران، ببینید اصلا من کاری ندارم، شما ببینید یه پرستار، ببینید بخونید که حقوق یه پرستار توی آلمان یا اصلا امریکا، اصلا همین هلند، کشورهای اروپایی، ببینید چه حق و حقوقی داره پرستارای عزیز ما رو تو ایران. ببینید قرارداد 89 روزه باشون بستن. کرونا که تموم شد بخونید تو همین سایت خودمون، تو همین کانون حقوق بشر، ببین چقدر در مورد پرستارا مشکل. قرارداد 89 روزه. چرا 89 روزه؟ چون طبق قانون اداره کار هر کسی که قرارداد 3 ماهه 93 روزه داشته باشه جزء قوانین اداره کار، یعنی کارگر حساب میشه، روزمزد حساب نمیشه. همه قوانین اداره کار بهش تعلق میگیره، اهم از حقوق و مزایا و حق بیکاری و حالا سنوات و یه جور چیزا. میان با طرف 89 روزه میبندن. کسی که 4 سال دانشگاه رفته، فوق لیسانس مثلا داره، تحصیلات عالیه داره، یک فن بسیار خوبی برخورداره که تو همین آلمان حداقل بین شما آسپیلونگ پرستاری حتی تو دانشگاه هم نبگذرونی بین 3500 تا 4500 یورو حقوقتونه. شما بیان وقت پرستار ما تو ایران چجوری؟ یا معلم های حق و تدریسی، من واقعا متعجبم. یعنی ما اینا رو یادمون میره. شما بینید یه معلم داخل ایران، یه معلم حق و تدریسی تو ایران چه حال روزی داره؟ حالا بازنشسته های معلم ها که بمانه، نیروهای مسلح، همین نیروهای مسلحی که الان اینقدر مثلا تو ایران منفورن، شما برید پرفراژاشون رو بخونید ببینید چقدر دارن به نیروهای همین، به این پلیسا، به این کسای عزیزایی که حالا ما همه رو میخوایم که دارن زحمت میکشن تو همون ایران، ببینید به نیروهای مسلح چقدر دارن حقوق میدن. و و و و ما هزار نفر اصلا کارگرای الان قراردادی پتروشیمیا که الان همشون ریختن بیرون، تو همین کانون خودمون هم گذاشتیم اخبارشو، برید قرارداداشونو ببینید چیه. وقت ما میگیم که نمیدونم، دوستان میرن گوگل سرچ میکنن، خب آقا سرچ نکنید، خب میبینن شما مثلا از چی خوشتون میاد اونو بهتون. قوانین تبلیغه، اینا تبلیغاته، برای تبلیغات هیچ کس برده نیست جایی. من نمیدونم واقعا این چجوریه این داستان. مردم خاورمیانه هم خب شما نگاه بکنید ببینید چجوری ان اوضاعشون. خودشون خیلی حکومت ها دارن به مردم خودشون ظلم میکنن. ما این تئوری توطئه رو از اونجا تو کانون اومدیم، واقعا این تئوری توطئه ها، این مردم آگاه بشن که از خودشون دفاع بکنن. این که من بگم آلمان نمیدونم نیرو کار میخواست، میگم آلمان برای کسی دعوه، آلمان گفته بود که بشار اسد مردم خودشو بکشه یا داعش درست بشه مردم سوریه رو بکشن. من نمیدونم واقعا این حرفا بار حقوقی داره. دوستان ما توی همچی جایی میزنیم وقت میگین چرا با ما اینجوری رفتار میکنن؟ چرا من میرم اینترویو یارو به من میگه تو همه حرفا دروغه؟ ممنونم ازت. ممنونم آقای بولبرگی از شما، متشکرم. جناب آقای نوروزی بفرمایید، میشنویم شما رو. دوستان خسته نباشین، وقتتون بخیر باشه، صحبت های جالبی شد. منم به نوبه خودم نظرم رو اعلام میکنم. بیایم یه نگاهی بندازیم به جامعه ایران و دولت جمهوری اسلام. چند وقت پیش توی یه دونه از همین رسانه ها، دونه از این امامای جمعه بود، حالا نمیدونم کی بودش، نوشته بود که اگر مردی به همسر خودش اجازه نمیده که خونه رو ترک کنه به دلیل اینی که نمیخواد محیط کارش از محیط کارش دور بشه، خب شما اسم اینو چی میذاری؟
و یا اینکه توی ایران طرف تن به هر کاری داره میده، زن سرپرست خانوار هستش یا یه پسری هستش که داره خرج خانواده رو داره میده. با این همه فراوانی که توی ایران وجود داره، ولی متاسفانه ما داریم میبینیم که رسماً از قشر کارگر، از قشر زحمتکش کارگر، معلم، پرستار و و و و و داره به صورت فجیح‌ترین نوعش بردگی، بردهداری داره انجام میشه. خب ما اینا رو نمی‌بینیم. بعد میایم نگاه میکنیم به خارج از کشور. دوستان تمام صحبتشون حالا بیرون ایران بود تقریبا. خب یه دو تا چهار تا ساده است دیگه. ما هم مثل شما بیرون هستیم، ولی قبل من این نظر خودم رو میخوام بگم بهتون. قبل از اینکه هر جای بریم استخدام بشیم، دوستان بیایم یه پیشینه اون شرکت رو شما نگاه کنیم. منم کار کردم، منم جایی کار کردم که حقوقم رو بهم پرداخت نکنم. اوائلش که اومده بودیم اصلا نمیدونستیم چی به چیه. ولی خب این شرکت ها متاسفانه هیچ کدومشون حالا آلمانی یا دانمارکی یا سوئدی اینا نبودن. شرکت هایی بودن که اکثرا میخواستن از زیر بار مالیات فرار کنن. با شما یه قرارداد میبستش پارت تایم، به فرض مثلا 60 ساعت به شما کار میداد، میگو بقیهش رو برو از شهرداری بگیر، در صورتی که شما 160 ساعت داشتی براش کار میکردی. یا اینکه به فرض مثال یه دوره هایی هستش به نام، اونجا میگن پرکتیک، نمیدونم حالا تو آلمان چی میگن، دوره های آموزشی، یعنی تست همون یه هفته دو هفته. خب با یه سری ها قرارداد میبستن که 3 ماه 4 ماه. اوکی، شما که میخوای یه کاری رو شروع کنی، 3 ماه به شما پیشنهاد کار آموزشی رو داره بهت میده، رایگان داره بهت میگه آقا تو باید بری کار کنی. شما پیشینه اون کارو نگاه کن، از 4 نفر کسی که اونجا داره کار میکنه بگو آقا بعد از 3 ماه اگه درست کار کنیم، درست کار کنیم، با ما قرارداد رسمی میبندن یا نه. بعد خب یه چیزی هستش به عنوان شهرداری که اصلا حقوق اگر بخوان تضییع کنن، خب شما برمیگردی به همون شهرداری یا همون جاب سنتر که کار رو به شما معرفی کرده. ولی این دیدگاه از ذهنمون خارج نشه. این برای خود من اتفاق افتادش تقریبا یه 6 ماه 7 ماه پیش بود. بنده با رئیس خودم توی شرکت داشتیم صحبت میکردیم، بحث کار کردن و این چیزا بودش. بعد خب شرکت ما اکثرا خارجی و اینا هم بودن. یه حرف خیلی جالبی زد، گفتش که شما تا زمانی که اینجا کار کنید میتونید بمونید. در خب البته میگم اون یه شرکت بود، اصلا نه ربطی به دولت داشته. شما امکان نداره یه شرکت دولتی یه جای بزرگ بتونه به شما همچین حرفی رو بزنه. یعنی همون لحظه شما میتونید حالا اون اداره کار برید شکایت کنید که آقا این صاحب کار من همچین حرفی رو داره به من میزنه، آیا همین هست یا نه. ولی خب شرکت های کوچیک، شرکت های خصوصی طبق اون تز مدیریتشون میتونن خب با شما رفتار کنن، حق و حقوقتون رو نمیتونن ندن چون که شما قرارداد کار داری. ولی خب طرز فکر آدم رو که نمیشه عوض کرد. یکی من میگه نوروزی تو باید اینجا کار کنی، یکی میاد از دید راسیستی با من صحبت میکنه، یکی میاد با من بد رفتار میکنه. خب آدم های مختلفی هستن دیگه، اینو نمیتونیم به عنوان بردهداری بهش نگاه کنیم. ولی از ماست که برموست. اگر که ما با دید باز، اگر که ما با اطلاعات درست وارد یک محیطی بشیم، وارد یک کاری بشیم، مطمئنن توی اون کار پیشرفت میکنیم و برده اون سازمان نمیشیم. من فکر نمیکنم بدتر از ایران توی دنیا، حالا ما میگن اینجا میگن بردهداری نوین، حالا هر چیزی که حالا اسمشو میخوایم بذاریم، اگه شما یه قرارداد درستی داشته باشی، ببینید بردهداری رو نمیتونید با راسیست بودن آدما مقایسه کنید، کنار هم بذارید. نمیتونید بگید چون که فلانی مثلا راسیسته ما رو به عنوان برده داره استخدام میکنه. نه، اصلا همچین چیزی وجود نداره. اون تز شخصی اون طرف هستش
که دوست داره با یه خارجی، حالا هر جوری که دوست داره، تو هم میتونی باش خوب رفتار کنی، میتونی بد رفتار کنی. ولی اگر حق و حقوقت رو ندادن از ایران، که دیگه اینجا بدتر نیستش، تو ایران مردم دستشون به هیچ جا بند نیست، طرف قرارداد رسمی داره، معلم یه مملکته، ولی حق و حقوقش رو بهش نمیدن. میگم باز هم تاکید میکنم روی صحبت هام، اگر ما با دید روشن، با دید باز قدم برداریم، با اطلاعات، با آگاهی قدم برداریم توی یه کاری، توی یه قسمتی، توی یه جایی، مطمئنن میتونیم سربلند بشیم. و اگر خب چشم و گوش بسته، مثل خیلی از عزیزانی که هم شما دیدین هم ما دیدین، دستشون به یه دونه یه قرونی هم بند نمیشه و هیچ جایی هم نمیتونن برن اعتراض کنن. مرسی که از این وقتی که به من دادین در خدمتون هستم. ممنونم از شما جناب نوروزی، کاملا درست میفرمایید. و در واقع منم بیشتر میخواستم که در رابطه با مسائلی که توی ایران اتفاق میفته و دوستان نظراتشون رو بیان کنن، ولی خب بیشتر به سمت خارج از ایران رفت. ولی خب این مشکلاتی که الان ما در موردش داریم صحبت میکنیم و یک نوع بردهداری در واقع محسوب میشه، توی کشور خودمون اگه بخوام بهش بپردازیم، در واقع زوایای خیلی مختلفی داره. یعنی از خیلی جهات میشه بهش نگاه کرد، یعنی چه اون کسی که قرارداد داره و حقش ضایع میشه، چه اون کسی که اصلا قراردادی نداره و حقش ضایع میشه، چه اون کسی که اصلا هویت نداره. حالا اتباع کشورهای دیگه مثل افغانستان که حالا توی ایران دارن کار میکنن، که اصلا هویت ندارن. وقتی هویتی نداشته باشی، خب به تبع قراردادی نداری و به تبع حق و حقوقت ضایع میشه و اصلا نمیتونی جایی هم بری مطالبه کنی و حق تو. ولی خب کسایی که توی ایران دارن کار میکنن، ایرانی هستن، هویت دارن، قرارداد کار دارن، شرکت‌های خیلی بزرگی هم هستن. توی این چند ساله داریم میبینیم دیگه، پتروشیمایی که بسته شدن، نیشگر هفت‌تپه، تراکتورسازی تبریز و خیلی شرکت‌هایی که واقعا شرکت‌های خیلی بزرگی بودن و چندین و چند ده هست که دارن فعالیت میکنن و تعداد خیلی زیادی هم نیرو داشتن. ولی میبینیم که اونا هم الان به این وضع دوچار شدن، اونا هم حق و حقوق کارگر رو نمیدن، اونا هم اخراج میکنن نیروهاشون رو بدون هیچ دلیلی و متاسفانه به خاطر وجود قوانین ناکارآمدی که توی جمهوری اسلامی هست، به خاطر اون حمایت دولت از اقشار در واقع قوی جامعه به جایی که از اقشار کم درآمد، از اقشار ضعیف جامعه حمایت کنه، در واقع حامی اقشار پردرآمد و قوی جامعه است، به جایی دستشون بر نیست و نمیتونن برن جای مطالبه گری کنن. یعنی شما برید اداره کار بگید فلان کارفرما من قرارداد دارم، فلان کارفرما حق حقوقمو نمیدن، میگن خب بیا باشه مشکلی نداره، شما بیا شکایت رو تنظیم کن بنویس اینجا ما بررسی میکنیم. ولی همین ما بررسی میکنیم میره ممکنه یک سال دو سال طول بکشه و بعد از دو سال سه سال میبینیم شاید از هر 100 تا پرونده شاید 10 تا 20 تاش واقعا به نتیجه برسه و 60-70% به نفع کارفرما تموم میشه. چرا؟ برای اینکه اصلا خود قرارداد یه جوری نوشته میشه که در واقع همه منافعش به سمت کارفرماست و اون کارگرم چاره ای جز امضای اون قرارداد نداره. نمیتونی امضا نکنی، میدونی به ضررته ولی نمیتونی امضاش نکنی، چون اگه امضا نکنی کار نداری، نمیتونی درآمد داشته باشی، بنابراین مجبور میشی کار بکنی و اینم به نظرم خب یه نوعی بردهداری محسوب میشه. الان جناب آقای حمزه زاده بفرمایید، خواهش میکنم. درود مجدد. خواستم اول بابت اون موضوعی که دوست از اون آقای طائف مطرح کردن کوتاه بهشون بگم که خیلی ساده از کنارش ما گذشتیم. این مثالی که ایشون زدن در مورد پدر خانواده و این داستان که تعریف کردن، به نظر من دقیقاً همین جاست که فرق آدمی که دفاع از حقوق بشر رو متوجه شده یا نشده رو مشخص میکنه. اگر قرار باشه هر شخصی اینجوری فکر کنه خب چون این کارو دارم میکنم منم این کارو میکنم، به حالت دومینووار ادامه پیدا میکنه و همه چی خراب میشه. دقیقاً ما به عنوان کسی که فعال دفاع از حقوق بشر هستیم اینجا باید وایستیم. و یه عکسی من دیده بودم که یه چوب کبریتایی داشت آتیش میگرفت
و یه دونه از چوپریتای کشیده بودن کنار، بقیه‌شون سالم مونده بودن. دقیقاً ما همون یه نفریم، ما باید اینجوری فکر کنیم که ما باید این کارو درست بکنیم، ما باید درست رفتار کنیم. اگه قرار باشه ما هم عین بقیه رفتار بکنیم، خب هیچ فرقی بین ما با بقیه نیست و این راه ادامه پیدا می‌کنه و همون مشکلی که الان ما تو ایران داریم دلیل اصلیش همین طرز نگاهی که دوست عزیز اونهای طایف بیان کردن. و موضوع بعدی که بحث آزاد ما امروز در مورد بردهداری بود، بردهداری ممنوع و اینکه بردهداری نوین و داستان نوین بودنش این چیزیه که کلا جداست، بحث جدایی. ولی خب تو همین موضوع که در موردش صحبت کردیم، بهتر اولش گفتم یکی از علتهایی که این موضوع پیش میاد اختلاف طبقاتیه و اینکه شخصی که این کار رو انجام میده خودش رو بالاتر میدونه، حالا چه لحاظ مالی چه لحاظ هر چیز دیگه، و کوچکترین حس هم نوع دوستی بینش وجود تو وجودش نیست. مثال دارم میگم، اگر یه کسی میبینه مثلا پدر خانواده داره دزدی میکنه، بیاد آبو باز کنه بگه خب همه که دارن این کارو میکنن منم میکنم، اگه یک ثانیه به این فکر کنی که تو آبادان طرف داره تشنه شه به خاطر همین آب باید یک ساعت صف وایسته، هیچ وقت این کارو نمیکنه. و به این میگن حس هم نوع دوستی. و به امید اون روزی که همه مردم ایران اینو درک کنن و بفهمن که ما اگه قرار پشت هم باشیم، نه تنها تو تظاهرات و ایناست، بلکه باید واقعا لحاظ فکری هم این هم باشیم، پشت هم باشیم. ممنونم. ممنونم آقای حمزه‌زاده، متشکرم. بله منم یه اشاره موقع کردم، در واقع ما اصلا یکی از اهدافمون در واقع همینه، منافع شخصیمون باید فدای منافع جمع باشه، یعنی ما هدف اصلیمون منافع جمعیه، یعنی باید کلی نگاه کنی، فکر منفعت شخصی خودمون نباشی، که اگر باشیم وضعیت مملکتمون الان اینجوری شده، هر کسی فکر منافع شخصی خودشه. اگر که همه یه ذره کلی‌تر فکر کنیم، بزرگتر فکر کنیم، با دید بازتری نگاه کنیم، قطعا میتونیم منافع جمعی رو در نظر بگیریم و خیلی وقتا بگذریم از حق خودمون، بگذریم برای که به یه چیز، به یه هدف بزرگتری برسیم، بتونیم حداقل آینده روشن‌تری داشته باشیم. و در رابطه با بحثم که فرمودید، حالا بردهداری ممنوع و بردهداری نوین، یه جورایی این دوتا مکمل همدیگه است، یعنی شما نمیتونی تفکیک بکنید دوتا رو از هم دیگه، چون بردهداری خب حالا به اون شیوهی که در گذشته بوده خب الان دیگه نیست و در رابطه ما نمیتونیم بحث کنیم، چون اصلا ربطی الان به موضوع الان، به الان نداره، به وضعیت الان جامعهمون نداره. و چیزی که الان ما بیشتر شاهدش هستیم توی جامعهمون، حداقل توی کشور خودمون، یه جورایی همین بردهداری نوینه، یعنی به اشکال بروزتر، به بردهداری مدرن در واقع میبینیم داره توی کشور اتفاق میفته و یه جورایی این دوتا مکمل هم دیگه است. برای همین حالا بیشتر بحث رفت به سمت همین بردهداری نوین. جناب آقای بلوردی بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم ازتون. من تو بحث قبلی مقدار بیشتر به صحبت‌های دوستان پرداختم، ولی خب اون اصل شالوده مطلب رو از ذهنم پرید. ولی خب الان میخوام بازم بگم که اصلا دوستان بردهداری چیه؟ اصلا نشونه‌های یه برده چیه؟ اصلا بردهداری از کی شروع شد؟ ما انواع اقسام بردهداری داشتیم. یعنی مثلا شما تو ادیان هم نگاه بکنین، مثلا دین اسلام زمانی که اومد، یهودیا باید مثلا جزیه میدادن، یه جورایی مثل برده بودن دیگه. یا مثلا فارسا از خونه میخواستن بیان بیرون، حتما باید یه عرب کنیز رو هممون شنیدیم، یعنی اینم یه نوع بردهداری بود دیگه. یا که کنیز و غلام، شما اگه برین معانی کنیز و غلام رو در بیارین، اصلا یه چیزای فاجعه این، یعنی حتی به ذهنتون هم خطور نمیکنه که غلام کی بوده و کنیز مثلا کی بوده، ولی خیلی از ایرانیان نمیدونن. اینا چیزای تاریخیه، در همه ادیان بوده، یعنی شما هر قومی، مالا ادیان مثال میزنم برای اینکه بیشتر بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، همین الان هم توی همین ایران هم هست. شما ما چند سن و اهل کتاب و کلیمی ها که یهودی ها هستن، زرتشتی ها و مسیحی ها رو اهل کتاب میدونن و قبول دارن، ولی آیا واقعا اینا با بقیه افراد جامعه یکسانن؟ خودتون جوابشو بهتر میدونید. اصلا برده کیه؟ مشخصات یه برده چیه؟ برده کسی که از یه چیز جغرافیایی نمیتونسته خارج بشه، مثل برده های افریقایی که مثلا توی امریکا گیر افتادن، تو اون مزاره، تو اون مناطق، بیشتر از مناطقی که مزرعه و مالک مزرعه بود نمیتونستن خارج بشن. خب شما ببینید الان مثلا با ایران مقایسه بکنید، الان واقعا یه ایرانی کجا میتونه بره؟
خیلی راحت جواب دادنش، یعنی واقعا برای ایرانی خیلی سخته، این یه فاجعه برای جامعه ایران. برده مثلا لباسی یا خورد و خوراکی که صاحب مزرعه براش فراهم میکرد میتونست بخوره، الان شما تو ایران هم آیا واقعا اون چیزی که شما دلتون بخواد میتونین بخورید؟ کسی که مشروب دوست داره میتونه مشروب بخوره، کسی که فلان مارک سیگار رو دوست داره میتونه بکشه، کسی که فلان مارک ماشین رو دوست داره میتونه داشته باشه، خونه ایه که دوست داره میتونیم واقعا داشته باشیم. برده کیه؟ کار برده کسیه که یه کاری رو بهش محول میکنه و بعد اون کار رو انجام بده. الان شما حالا برده دارین و بیرون همین دیگه، خیلی میگن خیلی از افراد جامعه بشری اون کاری که انجام میدن رو دوست ندارن. حالا اون به شرایط اون جامعه ها میتونیم نقد بکنیم. حالا تو ایران آیا واقعا همه کسایی که دارن شغلی دارن آیا واقعا از شغلشون راضی هن؟ آیا حالا من مثال دوباره خارج از بحثه، شما به همین کشور آلمان لحاظ عنوان شغلی در دنیا اوله، یعنی تعداد شغل‌هایی که در آلمان عنوان شده، مثلا اگه ما در مثلا میذارم در دنیا 1000 تا شغل داریم، مثلا آلمان 1010 تا عنوان شغلی هست. اینقدر تنوع شغل زیاده، یعنی شما همه شغلی هست، یعنی چه میدونم شغل در باز کردن مثلا ماشین هم هست، صندلی تمیز کردن، یعنی هر چیزی که شما علاقه داشته باشین وجود داره. آیا در ایران هم همینجوره؟ ببینید و ساعت‌های کاری شما مثلا توی کشورهای اروپایی، حالا بعضی کشورها مثل فنلاند و اینا که اصلا تصمیم میخوام بکنن 4 ساعت کار بکنن در روز، یا مثلا 3 روز در هفته تعطیل باشن. توی ایران من خودم کارمند رسمی بودم، فقط جمعه تعطیل بود، پنج شنبه هم تعطیل کاری به ما میدادن تا 12، ولی مجبور بودیم بریم. شما نمیتونستی بگی من نمیام، بهتون اضافه کاریشو میدادن، ولی خب مجبور بودی بری. یا شما مثلا موقع بری سری کار، گزینش دوستانی که رسمی بودن میدونن گزینش یعنی چی، یعنی شما باید نماز جمعه میرفتی، یعنی اگه نرفته بودی اصلا گزینش. خب این دیگه شما وقتی هیچ من میتونم به کوچکترین اجزای اون جامعه براتون مثال بزنم که شما هیچ کنترلی نداشتید. شما تا شبکه‌هایی که تو ایران نگاه می‌کنی محدود، اخباری که تو ایران می‌شنوی محدود، شبکه‌های اجتماعی که تو ایران محدوده. شما همین دوستمون گفت گوگل تو ایران فیلتره، فقط سرچش بازه. شما سرچ هم که بکنی اون مطلب رو می‌خوای باز بکنی فیلتره، یوتیوب فیلتره، توییتر فیلتره. آخه مثلا حالا آمریکایی‌ها می‌خواد توری توته برای ایران بچینه، خب همش که فیلتره، مثلا از کجا واقعا شما رو گول بزن؟ شما هیچ چیزی نداری توی ایران، شما هیچ کنترل. کنکور میخوای بری، یه نفر با تقلب میاد، شما میخوای بری دکتر بشی، یه نفر تقلب میکنه، اون متقلبه میره دکتر میشه، شما میری یه شغل شریفتر، مثلا کاریر یه کارخونه میشه. من توهین نمیکنم، مثلا خیلی شغل شریف، مثلا معلم میری میشه. یعنی شما هیچ انتخابی واقعا نداری تو ایران. بعد ما میایم مثلا نقل میکنیم مثلا کشورهای دیگه، آیا واقعا تو ایران بود که حالا کشورهای دیگه ندارن؟ شما از خونه که میای بیرون انتخابی نداری، حتی از وسیله که میخوای سوار بشی، یعنی شما مجبوری سوار مثلا تاکسی پرایدی که میاد جلو مجبوری سوار اون بشی، یعنی هیچ ماشین ایمنتری نیست. قطار میخوای بری اونجوری چپت میکنن، هواپیما میخوای بری با موشک میزنن یا میزنن داخل کوه، یعنی شما حتی برای مردن خودت هم نمیتونی تصمیم بگیری تو ایران. دیگه در این حد من شما میگم برده، یعنی مثال یه برده واقعا چیه که شما نوع مردنت هم واقعا نمیتونی انتخاب کنی تو ایران. میبرن طرف و بر اثر کووید 19 مرده، مثلا تو برگه فوتش میزنن سکته مغزی، یعنی مرگت هم مال خودت نی. ممنونم ازت. ممنونم آقای بولوردی، نکات خیلی خوبی اشاره کردید. واقعا آره دیگه، توی کشوری که متاسفانه داریم زندگی میکنیم اختیار هیچ چیز، اختیار نفس کشیدن خودمونم نداریم، چه برسه حالا به انتخاب شغل که دیگه اصلا یه بحث رویایی اصلا برای ما در واقع. یعنی اون رشته‌ای که تحصیل جز چیزایی که تحصیل در واقع انتخابیه دیگه، شما کنکور هم که میری شرکت میکنی، خب در واقع انتخاب میکنی فلان رشته میخوام برم کنکور بدم و انتخاب بشم و حالا برم توی اون رشته درس بخونم. ولی همون هم در واقع تحمیلیه، یعنی همون موقع هم که وقتی رتبت شما حالا یه ذره این ور اونور بشه تحمیلت میکنن، مجبورت میکنن، میگن نه تو این شغل رو نمیتونی بری، رشته رو نمیتونی بری، باید بری این رشته رو درس بخونی، پس شما مجبور میشی بری بخونی، یعنی نمیتونی نخونی، بگی حالا برش و سال دیگه میرم یا سال بعدش قبول میشم، مجبور میشی بری اون رشته رو بخونی. پس از همون اول در واقع
حق انتخاب هیچی رو نداری متاسفانه. سرکار خانم رهایی یا آقای حسینی نژاد بفرمایید، خواهش میکنم. زنده باشید. با درود مجدد خدمت دوستان عزیز. بحث جالبیه، بحث خوبیه. میخواستم فقط اینو بگم که قضیه بردهداری بازم برمیگره به دیدگاه آدم ها، شخصی آدم ها که چجوری به محیط زندگیشون یا دنیا یا جریانات نگاه کنن. بله تو ایرانم که اما اول صحبت هم گفت اصلا نمیشه مقایسه کرد چیزی گفت، ولی اگه تو سیستم هم وست باشی همه چی برات هست، آزادی، راحتی، همه چی هم خودت میتونی انتخاب کنی، مشروب بخور، زنا بکن، نمینو قمار بکن، دوزی بکن، دیگه کاره ایخ بداشه، هیچ کسی هم خم به عبروش نمید، هیچ کاری تم ندار. پس باید ببینیم اصل قضیه وقتی این بردهداری چیه، باید ببینیم که عزت انسانی حفظ میشه در اون ارتباط دو طرف یا نه. مثلا آپارتاید تو آفریقا، آقا کجا زندگی بکنین چون سیاهی یا چون فرض میکنیم حالا ما مهاجر بزنیم، کجا باید زندگی کنیم، چقدر باید کی بیای فلان کار بکنی، کی باید اینه اینجوری کنی، کی باید برای تنگ تکلیف میکنه دیگه. حالا چون مثلا یه مقدار بهتره، مثلا اینجا خیلی خوبه، عالیه، فوق‌العاده، همه چیش فلان، قانون اصلا قانون درسته میگه قانون اینجا هست، ولی قانون برای مهاجر اجرا نمیکنه قانون، اونجایی که دوست داشته باشه فراقانونی انجام میده. من خودم بدون اینکه دادگاه برم رد شدم، جالبه نه؟ وکیلم میگه آقا هم چیزی غیر ممکن بود، تا یکی دو ماه میگفتم خود سوسیالمون میگه اصلا هم چیزی غیر ممکنه، چجوری میشه؟ خودشون پیگیرشن گفتن ها همینجوری میشه، اتفاق میفته، آقا ما دوست داریم مثلا یکی بدونی که دادگاه بیا ردش کنه. پس این نمیشه گفت. یا مثلا چه میدونم بیمه، من که دوست، حالا دوستانی که میگن قانون اینجا کارشون خیلی درسته، بیان انجام بدن، آقا 2-3 هزار تا طرفشون دستخوش میده. بیمه آوکاشه، یارو رفته کار کرده، بیمه رو کارش تموم شده، همون فرداش ایمیل زده بره اداره مشخصش، فلان که من کندیگون کردم، کارم تمام شده، فلان شده، ال شده، بل شده. برای روندی میگم که دوستای تو آرمان بدونم. بعد 3-4 ماه براش اومده که آقا شما 6000 تا جریمه شدی. چرا؟ چون به ما اعلام نکردی. تمام ایمیل ها، نامه ها، اداره پست، همه رو بردن براش. 10 تا ارگان اینجا پیگیرش، چاره سوسیالش رو نتونستن بکنن. گفتم اینا با آخر پرداخت کنید. خود آلمانیا دنبالش میاد، گفت آقا نمیشه دیگه چیکارش کنم. زمان بهش خورده شده. چرا؟ چون یه مهاجره. حالا اگه دوستان کسی وارد بلده بیاد، آقا نصفشو بهش میدم بره این کار براش حل کنه، چه اشکال داره؟ یه کشور آزادی قانونه. بس عزت انسانیه، چرا باید یه چیزای پیش بیاد؟ بس این نیست که فلان این طور و طور. آره آدم مثلا شاید یکی یه کارایی بکنه براش اصلا هیچ مهم نباشه، ولی یکی دیگه نه، شاید شأن انسانیش بر بخوره. من آقا روز اولی که اومدم اینجا برام زده بودن مثلا تو فلان شهر هامبورگ باید زندگی کنی، فلان خیابون، فلان پلاک. بعد منو فرستاده مثلا 5 سال داخل یه مزرعه 100 کیلومتر دورتر از بین یه مش درخت و بیابون و اینا گذاشتن. خب این چه قانونیه؟ چجوریه؟ کی اینه تونست درست کنه برامو؟ کدوم وکیل؟ کدوم قانون تونست اینه؟ همینه، میخوای بمون، میخوای برو. اینه که به شما به اساس نیاز، به اساس ضرورت یه چیزی رو به اجحاف کنن، یه کاری که اینجا میکنه. آقا یارو میگه آقا نمیخوام، 2 ماه ما کار کردیم، نمیخوام، ما به رسمی چیز نمیکنیم، قرارداد نمینویسیم. مجبور یارو پاسش تحویل داده، چون میفهمه پاسش تحویل داده، گیر و گرفتاره، 1000 تا تبصره و ماده و بندش میزنه که آقا ایطوری بیدلی بیدلی، چون میدونه مجبور، یارو نمیتونه راه کنه، باید به شرایط سخت‌تر بسازه. دیگه چیز مشخصه دیگه، ما چجوری میتونیم چشم پوشی کنیم؟ یعنی ما آدما رو دور برمون نمیشناسیم، یعنی با هیچ ارتباطی با جامعه ایرانی داخل اینجا نداریم که چه چیزای غیر عرفی باشون برخورد میشه؟ مگه میشم چه چیزی میگم آقا نه نیست، بهترین کشور توی دنیا اینجا، همه چیش کارش درسته؟ آقا یه حرفا چیه دیگه، خودمون که نباید گول بزنیم. به هر حال بحث بردهداری اینه که من اعتقادم اینه که آقا
اون چیزای اولیه زندگیت، اون چیزای اولیه که باید انسان در شأن و شخصیتش باشه، براش کسی دیگه تعیین تکلیف کنه. کسی دیگه. من برنامه فراقانونی نمیگم آیارو بخواد جنایت کنه، اون بس جداست. بحثای شسترفته زندگی. الان تمام بچه های ما 4 سال 5 سال خیلی اینجا، من همش گریبانگیری مثلا یه ما نمیشه از آلبانی، فکر کنم همه بدونن از آلبانی آرژانتین همینجوری اومدن مستقیم تو شهرهای اصلی جایگیرشون میکنن، تو یه هفته 10 روز کارشون میکنن سر کار، کار مرتب برنامه‌ریزی شده عالی، خونهشون مهیا همه چیشون. خب چرا ما تمام بچه‌هایی که اومدن باید 2-3 سال اولشون تو کمپا و تو هایما و تو دربدریا باشن؟ خب چه فرقی میکنه این چه رفتاری، اون چرا، اون بهش چی میگن، اینی بهش چی میگن؟ در هر حال میگم نگاه ها آدم ها با هم فرق میکنه، دیدگاه های آدم ها با هم فرق میکنه، پذیرش های آدم ها با هم فرق میکنه، دیدگاه ها مختلف، نظرات دوستانم محترمه. مرسی از اینکه وقت دادید، این بحث خیلی جالبی بود، من خیلی ممنونم. آقای حسین نژاد متشکرم از شما، سپاسگزارم از شما. متاسفانه بر این بحث ها تمومی نداره و این مشکلات همیشه بوده هست و خواهد بود، ولی خب اصلا میتونیم برای این مشکلات رو یه جلسه جداگونه بذاریم یا حتی برای ماه دیگه یا یه جلسه ویژه حتی بذاریم در رابطه با این مسائل اصلا صحبت بکنیم، چون حالا بحث برده‌داری خب جدای از این بحث عدم تبعیض، در واقع شما بیشتر به این نکات پرداختین، در رابطه با تبعیض بیشتر صحبت کردین، یه جلسه میتونیم بذاریم در رابطه با عدم تبعیض صحبت کنیم، یا دوستان میتونن تجربیاتشون رو در رابطه با تبعیضی که اتفاق افتاده براشون میتونن بیان صحبت کنن، تجربیاتشون رو بگن، راه حل بگن. میتونیم یه جلسه ویژه بذاریم، خیلی هم عالی، بسیار هم خوبه. مثلا سپاسگزارم از همه دوستان. من قبل از اینکه ختم جلسه رو بخوام اعلام بکنم، در رابطه با فراخوان ویژه خدمتتون عرض بکنم، کمیته اقوام، کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در واقع یک فراخوان ویژه داره با موضوع اعدام در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اتفاقاتی که در واقع در چند ماه گذشته افتاده و این سیر صعودی اعدام‌ها که داره اتفاق میفته توی جمهوری اسلامی ایران، کمیته اقوام یک جلسه ویژه‌ای رو در واقع تدارک دیده که این جلسه روز چهارشنبه است، هم چهارشنبه همین هفته ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی، که خب خیلی خوشحال میشیم دوستان حتما حتما توی این جلسه حضور داشته باشن، نظراتشون رو بگن، تجربیاتی اگه دارن بگن و تبادل نظر کنیم در باره اعدام و اتفاقاتی که پیش اومده در ماه گذشته. سپاسگزارم از همه دوستان عزیز. من ختم جلسه رو در ساعت 17:15 به وقت اروپای مرکزی اعلام میکنم. سپاس از همه دوستان، همگی خسته نباشید و خدا نگهدار.